بفرمایید. عرض درود و احترام خدمت همه مهمانان، عزیزان و شرکت کنندگان در جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان. امروز 16 یونیه سال 2022 مصادف با 26 خرداد 1401 در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از جلسات کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در خدمت دوستان و عزیزان هستیم و سخنرانان که من معرفی میکنم خدمت شما، عزیزانی که دستن در کار هستن برای برگزاری این جلسه. در ابتدا در خدمت آقای منیری هستیم، آقای مصطفی منیری، با بررسی هدف 7 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مرجان شعبان نژاد در خدمتشون هستیم با موضوع سخنرانی جایگاه بانوان در هنر موسیقی ایران. آقای پویا حسابی با موضوع هنرمندان ایرانی و مشاغل ثانویه و خانم روزا جهانبین با موضوع مافیای گالری و نمایشگاه‌های هنری در ایران. در بخش فرهنگی هم به مناسبت روز جهانی موسیقی در خدمت خانم مرضیه مهدیه هستیم، هنرمند عزیزمون که با اجرای تکنوازی در خدمتشون هستیم. در پایان هر سخنرانی ما پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو داریم که از دوستان دعوت میشه که در این بحث ها شرکت کنن و بیریم به سراغ اولین سخنرانمون، جناب آقای مصطفی منیری با موضوع بررسی هدف 7 از سند 20 یونسکو. آقای منیری، مایک در خدمت شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض شد خدمت همه همکاران، با تشکر بابت فرصتی که بنده دادید. امروز می‌پردازیم به هدف 7 از سند 20 یونسکو. من با اجازهتون فایلی رو آماده کردم. بله. کلاً هدف 7 راجع به مسئله انرژی هست. و حالا می‌پردازیم که چه مسائلی رو بعد حرف کنیم. مورد بحث قرار بدیم. امروز اول از همه دوباره هدف 7 رو یه مطالعه کوتاه خواهیم داشت. بعدش عرض کردم راجع به انرژی هست و راجع به وزارت نیرو و شرکت توانیر راجع به شرح وظایفشون صحبت می‌کنیم. جلسه قبل راجع به بازدهی انرژی صحبت کردم. این سری این بار راجع به انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت می‌کنیم. انرژی تجدیدپذیر رو معرفی میکنم خدمت دوستان و با اشکال مختلف انرژی مقایسهش میکنم و بعدش به پتانسیل موجود در ایران و عملکرد جمهوری اسلامی تو این حوزه میپردازم. اول از همه میریم سراغ خود هدف اصلی 7 از سند 20 یونسکو. هدف اصلی 7، اصل موضوع تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرف مطمئن، پایدار و نوین. هدف اصلی 7.1 رو من جلسه قبل کامل بررسی کردم. البته حالا باز صحبت راجع به این مسائل بسیاره، اما خب بیشتر راجع به برق صحبت کردم. اما این جلسه که هدف دوم، در واقع زیر هدف اصلی دوم هدف 7 هست، افزایش قابل ملاحظه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال 2030. بقیه اهداف رو هم که دوستان میتونن ببینن، اما عرض کردم امروز تمرکز من روی انرژی‌های تجدیدپذیره.
وزارت نیرو از چند بخش تشکیل شده؟ وزارت نیرو بخش مسئول توی این زمینه هست و از چند بخش تشکیل شده؟ بخش برق، بخش آب، بخش آب و فاضلاب، بخش انرژی های تجدیدپذیر. کلن وزارت نیرو یک شرح وظایفی داره. اول از همه توی خود حوزه انرژی یک سری وظایف داره. مهمترینش اینه که تأمین نیازهای انرژی، یک، خدمتتون عرض میکنم، یک، تأمین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصارف شهروندان، و دو، دیدگاه بلند مدت یا دورنگر به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسل‌های آینده. حالا همون جوری که بعدتر توضیح میدم خدمت دوستان، در واقع انرژی‌های تجدیدپذیر هر دوی این اگر پرداخته بشه هر دوی این اهداف رو مورد پوشش قرار میده و یه سری اهداف هم توی بخش انرژی‌های تجدیدپذیر داره که حالا من براتون از اون میخونم. شماره یکش تعیین سیاست‌های کلان انرژیه. دو، برنامه ریزی و اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هر منطقه از کشور. سه، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور شناسایی توان مناطق کشور در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. و چهار، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور. اجازه بدید. بله. حالا میریم سراغ خود انرژی‌های تجدیدپذیر. انرژی‌های تجدیدپذیر حالا بیشتر به تعریفشون می‌پردازم که دقیقاً چه مزایایی دارن و چه معایبی. در واقع انرژی‌های تجدیدپذیر، حالا چرا اسمشون تجدیدپذیره؟ چرا که تولید این انرژی‌ها، بازگشت این انرژی‌ها توی طول عمر انسان قابل ممکن هست. مثلا حالا من مقابلش رو انرژی‌های فسیلی عرض می‌کنم که انرژی‌های فسیلی هزاران سال طول می‌کشه تا این انرژی‌ها تولید بشه. به همین دلیل باید، اما انرژی‌های تجدیدپذیر نه، همون لحظه تولید میشن و قابل استفاده هستن. انرژی‌های تجدیدپذیر انواع مختلفی دارن. من چند تاشو خدمتتون عرض می‌کنم. البته خب در واقع همه‌شون عرض می‌کنم. انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمینگرمایی یا ژئوترمال، انرژی زیستی و انرژی آبی. حالا می‌پردازیم به مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر. چرا اصلا کلا انرژی تجدیدپذیر رو ما باید ارجح بدونیم نسبت به انرژی‌های مثلا فسیلی یا حتی اتمی؟ یکی این که انرژی تجدیدپذیر گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کنن، که خب همه می‌دونیم گازهای گلخانه‌ای مثل حتی بخار آب، مثل دیوکسید کربن یا حتی متان باعث گرمایش زمین میشه و خود به خود یک سری اثرات سوء زیست محیطی رو ایجاد می‌کنن. مورد دوم از مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر اینه که خب آلاینده‌ای تولید نمی‌کنن. حالا یه مقدار که بیشتر بهشون می‌پردازیم، دوستان در جریان قرار می‌گیرن. بسیاری از نیروگاه‌ها آلاینده‌هایی تولید می‌کنن که خب برای تنفس شهروندان شدیداً مضره. الان ما همینجا می‌تونیم ببینیم که توی این عکس که یک کشور بدون، یک شهر بدون آلاینده و یک شهر با آلاینده. مورد بعدی از مزایای انرژی تجدیدپذیر اینه که بی‌نهایته. دسترسی به این انرژی بی‌نهایته. اصل، یعنی اساس منشأ انرژی‌های تجدیدپذیر در واقع خورشیده. درسته حالا خورشید هم عمری داره، اما در مقایسه با عمر آدمی تقریبا بی نهایت محسوب میشه و به همین دلیل این انرژی ها به عنوان انرژی های بی نهایت محسوب میشه. مورد چهارم هم مستقل از دیگر اشکال انرژیه که مثل انرژی های فسیلی نیست
و در واقع به انرژی به تبدیل انرژی های شیمیایی به الکتریکی در واقع وابستگی نداره و مستقل از این مسائل. حالا میپردازیم به معایب انرژی های تجدید پذیر. اول مزایا رو گفتیم، اما حالا میخوایم بپردازیم به معایبش. مطمئنا یه سری معایب هم داره. یکی این که وابستگی به ساعات طول روز داره. چرا؟ چون ما بیشتر از طبیعت استفاده میکنیم، در واقع از پدیده های طبیعی برای انرژی های تجدید پذیر استفاده میکنیم. اگر اینو نگاه بکنی، اگر این نمودار رو نگاه بکنی، این در واقع ساعات روز رو نشون میده. حالا اگر این دقیقا این رنگ رو ببینید، این نشون دهنده انرژی تولید شده به وسیله باده و این رنگ زرد انرژی تولید شده به وسیله خورشیده. این انرژی خورشیدیه و این انرژی بادی. میبینیم که این انرژی ها به شکل یک نواختی تولید نمیشن. خب قاعدتا خورشید تو طول روز هست و میشه ازش انرژی دریافت کرد، اما تو طول شب که حالا اینجا در واقع شب هست، انرژی خورشیدی رو ما نداریم. و انرژی بادی هم حتی باز مثلا توی این منطقه‌ای که ما الان داریم نمودارش رو میبینیم، که فکر کنم آلمان باشه این چیزی که من الان درآوردم، توی طول شب انرژی بادی حتی تولید انرژیش بیشتره نسبت به طول روز. اما در مقابل اینجا اگر نگاه بکنید، این قسمت قرمز رنگ انرژی تولید شده از نیروگاه های اتمیه که تقریبا به شکل ثابتی هستن. حالا اشکال مختلف انرژی دیگه هم، منابع انرژی دیگه هم وجود داره، اما خب یکی از معایب انرژی تجدید پذیر در واقع این موضوعه که توی ساعات روز متفاوت تولید میشه. که حالا به هر حال حالا خدمتتون عرض میکنم، یکی از راه حلهایی که برای این موضوع پیشنهاد میشه در واقع حامل های انرژی باتری هایی وجود داره که این انرژی تولید شده رو ذخیره میکنن و حتی در واقع خود ترکیب هیدروژن هم به عنوان حامل سوخت میتونن ازش استفاده بکنن. مورد بعدی که میخوام از معایب انرژی های تجدید پذیر خدمت دوستان عرض بکنم، نیاز به فضا و مساحت وسیعه. وسیعه منظور چیه؟ برای نیروگاه های خورشیدی احتیاج هست که پنل های خورشیدی توی یک مساحت بسیار گسترده مثلا پنل های خورشیدی رو نصب بکنن. برای نیروگاه های بادی، حالا در ادامه میبینیم که برای نیروگاه های بادی هم نیاز به فضا و مساحت خیلی زیادی هست، که حالا این جزء معایب انرژی های تجدید پذیره. انرژی های تجدید پذیر به نسبت بقیه انرژی ها اونقدر راندمان نداره، راندمان بسیار بالایی نداره، اما خب علم در حال پیشرفته. در گذشته پنل‌های خورشیدی، پنل‌های اولیه خورشیدی فقط 3% راندمان داشتن، یعنی اینکه فقط 3% از اون انرژی که بهشون تابیده می‌شد تبدیل به انرژی برق می‌شد. اما در حال حاضر دانشمندا توی مراکز تحقیقاتی حتی به 43% هم رسیدن. 43%، یعنی 43% از انرژی که به این پنل ها تابیده میشه تبدیل به انرژی برق میشه. اما خب اون توی مراکز تحقیقاتیه. به شکل بازار، توی بازار در حال حاضر بالاترین پنل های خورشیدی که تجاری هستن 25%. از معایب دیگر انرژی های تجدید پذیر میشه راجع به عدم سرمایه گذاری مناسب توی این حوزه اسم. اگر دقت بکنیم، من راجع به مزایای انرژی های تجدید پذیر که عرض کردم خدمت دوستان، راجع به گازهای گلخانه‌ای گفتم، راجع به آلاینده ها گفتم. اینها موضوعاتی نیست که سرمایه گذارهای کوتاه مدت اصلا بهشون اهمیت بدن، چون میگن اصلا به ما ربطی نداره، ما پول رو میبینیم. و در واقع این مسائل یه سری مسائل ملی هستن که باید بیشتر دولت ها مد نظر قرار بدن، و به همین دلیل کلن بخش انرژی های تجدید پذیر رو دولت ها پشتیبانی می کنن. مثلا توی خود آلمان
شرکت های انرژی های تجدید پذیر به نسبت شرکت های دیگه مالیات کمتری پرداخت می کنن و عرض کردم به هر حال ساپورت بیشتری می شن. موضوع بعدی که می خوام راجع بهش صحبت بکنم راجع به انرژی بادیه. حالا من 5 تا انرژی تجدید پذیر رو خدمت دوستان عرض کردم، حالا می خوام راجع به انرژی بادی صحبت بکنیم. انرژی بادی، اون اول عکس اولی که دیدیم عکس توربین های بادی بود. توربین های بادی انواع مختلف دارن، اما در واقع در حال حاضر به خاطر راندمان بالا و هزینه به نسبت مقرون به صرفه تر HAWTA ها رو انتخاب میکنن برای انرژی های بادی، برای نیروگاه های بادی. موضوع بعدی، راجع به پیشرفت توربین های بادی من میخوام خدمتون عرض بکنم. اگر دقت بکنیم اینجا سال 1995 توربین بادی که تولید شد 1 مگاوات بود و حالا این 47 متر در واقع قطر این دایره هست. 1 مگاوات بود. 1 مگاوات، من الان فقط خدمتون عرض بکنم یه ایده‌ای داشته باشیم. نیروگاه اتمی بوشهر در حال حاضر توان اسمی که بیان میکنن، حتی خیلی کمتر از این هم هست، 750 مگاواته. در حال حاضر تولیدش خیلی کمتره، اما خب توان اسمیش 750 مگاواته. الان من میخوام عرض بکنم یک همچین توربینی 47 متر قطر 1 مگاوات توی سال 1995. این رویه رو میتونیم در ادامه ببینیم. بعد جالب اینجاست، مثلا سال 2009 قطر توربین ها 171 متر بود و 5 مگاوات بود، اما سال 2013 155 متر، یعنی کمتر بود. اینها در واقع به خاطر پیشرفت تکنولوژی خود توربین هاست که راندمان رو افزایش میدن. با اینکه قطرش کمتر شده اما برق تولیدیش بیشتر شده. و وقتی میرسیم به سال 2022 میبینیم که توربین های تولید شده با 12 مگاوات. البته این توربین های بزرگتر معمولاً بیشتر در سواحل کم عمق نصب میشن. توربین های برای روی خشکی از توربین های کوچکتر استفاده میکنن. من الان میخوام خدمتتون عرض بکنم که این مساحت این دایره ای که پره های این توربین جاروب میکنه 0.3 برابر مساحت زمین فوتباله. یعنی این مساحت به اندازه بیش از 5 برابر مساحت زمین فوتباله. یعنی واقعا پروژه های عظیمی هستن. الان من اینجا به عنوان مثال خواستم یک توربین رو نشونتون بدم که ببینید واقعا یک انسان در مقابل این توربین ها چقدر کوچک شمرده میشه. اینجا من فقط خواستم بگم که حالا توی ایران انرژی بادی، حالا جلوتر میگم، توی دنیا، کل دنیا اصل بادها در سواحل هست به خاطر گرم و سرد شدن تفاوت تغییر دمای خشکی و آب، و به خاطر همین توربین ها رو معمولا در سواحل کم عمق میسازن که حالا روش های مختلفی وجود داره برای ساختن این توربین ها. حالا من اینجا باز پیشتر توضیح دادم، اگر دقت بکنید توی طول ساعات روز باد مقدار متفاوتی به خودش میگیره. حالا میام سراغ انرژی خورشیدی. انرژی خورشیدی دو مدله، یعنی در واقع نیروگاه های خورشیدی دو مدل هستن. یکی نیروگاه های حرارتی خورشیدی هستن. اینها در واقع میام نور خورشید رو میگیرن، یه حالت آینه هست، کانونه، بعد این نور رو منعکس میکنه به این میله‌ای که این وسطه که در واقع کلکتوره. این کلکتور درونش یک روغنیه که تقریبا دماش تا 400 الی 500 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه. بعد این روغن میره یک محل دیگه‌ای شروع میکنه، توی یک پروسه یه مقدار آبو گرم میکنه. اون آب بخار میشه و بخار اون آب توربین هایی رو به چرخش در میاره که باعث تولید انرژی میشه. در واقع حالا نیروگاه حرارتی خورشیدی
چیزهایی که من میشناسم، مدل‌هایی که من میشناسم، یه مدلش اینه، یه مدلش هم هست اسمش فراموش کردم، دقیقا برجی متمرکزه یه همچی چیزیه. اون به این شکله که یک برج رو میذارن و دور تا دورش آینه هست، اینها برای هر کدوم از اینا اینه، اما اون یک برج مرکزیه، پایین پای اون برج همه آینه هست و همه نور اون آینه ها روی اون برج متمرکز میشه و در واقع اونجا گرم میشه. یک مدل دیگه یه تولید برق خورشیدی فوتوولتایک. فوتوولتایک در واقع از این پنل های خورشیدی استفاده میکنه که از تکنولوژی نیمه رسانه ها استفاده میشه برای تولید برق. موضوع بعدی که میخوام عرض بکنم، کوتاه راجع به انرژی زمین گرمایی عرض بکنم خدمت دوستان. این در واقع شاید این انرژی زمین گرمایی رو ما بتونیم مستقل از انرژی خورشیدی بدونیم، چرا که به این شکل صورت میگیره که چاهایی رو حفر میکنن حتی به عمق 3 کیلومتر یا 4 تا 5 کیلومتر چاهایی رو حفر میکنن و لوله های آبی رو به اون توی این چاه ها هدایت میکنن. این آب ها میرن اون پایین و اون پایین، حالا همونطوری که دوستان میدونن زیر پوسته زمین دما خیلی بیشتره، اون پایین تقریبا 400-500 درجه سانتیگراده و اون 400-500 درجه آب رو گرم میکنه و این آب گرم میاد بالا و بالا دوباره روی سطح زمین توربین هایی رو به حرکت در میاره، که حالا من یک نمونهش عکس یک نمونه انرژی ژئوترمال رو گذاشتم. انرژی زیستی در واقع از چوب، به نوعی چوب یک نوع انرژی زیستیه، اما خیلی وقتا این مثلا خب ما چوب نمیصرفه، اما این مزرعه نیشکریه که صرفا برای همین انرژی زیستی کاشته شده، یعنی در واقع میان اینها رو میسوزنن و باهاشون برق تولید میکنن. انرژی آبی هم که در واقع همه میدونیم همون انرژی امواج میتونه باشه یا انرژی پشت سدها که یکی از بزرگترین منابع تولید انرژی توی ایرانه، که حالا باز سدها هم درسته ما جز انرژی های تجدیدپذیر میدونیم، اما متاسفانه اثرات سوء زیادی روی محیط زیست داره اگر بدون مطالعه انجام بشه. من کوتاه فقط راجع به پیشرفت استفاده از انرژی تجدیدپذیر در آلمان خدمتتون عرض بکنم. اگر دقت بکنیم از سال 2000 این بنفشه در واقع انرژی بادیه، از سال 2000 آلمان شروع کرد به استفاده از انرژی بادی و این زرد رنگه انرژی های فوتوولتایک همون خورشیدیه که از سال 2010 تقریبا شروع به افزایش کرد. اگر ببینیم میبینیم که توی 20 سال شدیداً انرژی بادی پیشرفت کرده توی آلمان. حتی راجع به استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی توی کشورهای مختلف صحبت بکنیم، میبینیم که کشور آلمان 42% و الاخر انگلیس 33%، ایران 1%. حالا توی این جدول اوورده نشده، اما استفاده ایران از انرژی های بادی و خورشیدی تنها 1%. نیروگاه های ایران، حالا در واقع میخوام عرض بکنم که چند درصدشون در واقع انرژی های تجدیدپذیر استفاده میشه. نیروگاه های بخاری، گازی و چرخ ترکیبی، در واقع اینها نیروگاه هایی هستن که از گاز طبیعی استفاده می کنن که می بینیم که سهم بسیار زیادی از تولید برق کشور رو به خودشون اختصاص دادن. برق آبی در واقع همون صدها هستن که می بینیم 12442 مگاوات از 88000 مگاوات رو تولید می کنن که 14% از برق کل کشوره. اتمی 1000 مگاوات که حالا این باز این رقم یک رقم اغراق‌آمیزه، چون نیروگاه اتمی بوشهر خیلی کمتر از این تولید میکنه. و میایم سراغ انرژی های تجدیدپذیر که تنها 1.1%. و حالا من میخوام منابع اصلی انرژی رو هم خدمتتون نشون بدم. اینجا تنوع سبد انرژی مورد استفاده در تولید برق کشور، اونجایی که گفتیم ترکیبی، بذارید تا من نشونتون بدم دوباره، اینجا بخاری، گازی و چرخ ترکیبی بود، اینها همه وابسته به گاز طبیعی هستن که 83.6% از
تولید برق کل کشور رو به خودشون اختصاص میدن. این 14.1% برقآبی در واقع پشت صدها هستن، در واقع انرژی که پشت صدها هست، و 1% انرژی تجدیدپذیر و 1.2% انرژی اتمی. حالا ما راجع به انرژی بادی در ایران میخوایم صحبت بکنیم. جالبه بدونید که اولین آسیاب بادی، اولین استفاده از انرژی بادی در واقع توی قایق‌هایی بوده که توی رودخونه نیل توی مصر باستان استفاده می‌شده. اما غیر از اون اولین آسیاب بادی تاریخ توی استان سیستان توی ایران بوده که مربوط میشه به قرن 7 میلادی، که حالا جالبه بدونید هنوز این آسیاب‌ها کار می‌کنن، یعنی ترمیمشون کردن و این آسیاب‌های باستانی همچنان کار می‌کنن. آسیاب‌هایی که شما توی اروپا دیدید در واقع منتقل شده از آسیاب‌هایی که توی ایران بوده، به اونجا منتقل شد و بعداً پیشرفته شد. این دقیقاً این نکته، این چیزیه که حالا شاید فکر کنید شاید بر اساس عرق ملی یا مسئله دیگه ارز بکنم، نه، اما توی ویکی‌پدیا دقیقاً سرچ بکنید میگن که اولین آسیاب بادی توی ایران بوده. حالا نیروگاه‌های بادی توی ایران در واقع من کوتاه عرض بکنم، 5 نیروگاه بادی اصلی داریم که بالای 20 مگاوات تولید می‌کنن. نیروگاه بادی منزیلو که دوستان اکثرا اسمش شنیدن 91 مگاوات زده، اما در حال حاضر به خاطر استهلاک بالای توربین‌ها متأسفانه خیلی از توربین‌هاش کار نمی‌کنه. نیروگاه بادی تارم خیلی جالب بدونی، سال 96 شروع شد، فروردین 96 و سال فروردین 97 تموم شد. سال بله، حالا من اینجا نمیشم 90 میلیون یورو، اما نه 90 میلیون دلار هزینش 90 میلیون دلار بوده و 60 مگاوات تولید میکنه. یعنی واقعا یک ایده عالی بود که حالا متاسفانه این مسائل ادامه پیدا نکرد. من میخوام راجع به این نقشه بادهای جهانه، اینکه کدوم مناطق باد بیشتری میوزه. شما اگر این قسمت رو نگاه بکنید، هرچی قرمزتر بادها شدیدتر. اینجا ها که میبینید اینا کوهستانیه، اینجا ها هم که قطبه. خیلی جالبه ببینید اینجا این نقطه مرز ایران و افغانستان. اگر دقت بکنیم میبینیم که توی جهان بی نظیره این نقطه، که توی دریا هم نیست، لب دریا نیست، توی خشکیه. این نقطه بی نظیره و یکی از طوفان‌های 120 روزه استان سیستان و بلوچستانه که ظرفیت فوق‌العاده بالایی برای تولید انرژی بادی داره. حالا اگر اینجا ببینید دوباره اینجاها هرچه قرمزتر در واقع تولید باد بیشتر. کوتاه دوباره عرض بکنم اینجا در واقع پیشرفت استفاده از انرژی بادی توی کشورهای مختلفه. اگر نگاه بکنیم می‌بینیم آلمان تا 60 گیگاوات بیش از 60 گیگاوات تا سال 2020 از انرژی بادی استفاده کرده، اما ایران متأسفانه کلن مجموع انرژی بادی و انرژی خورشیدیش به 1 گیگاوات هم نمیرسه. راجع به پتانسیل خورشیدی جهان و ایران جهان صحبت بکنم، هر چی زرد رنگ تر باشه این مناطق مناسب تر برای انرژی خورشیدی، پتانسیل انرژی خورشیدی. حالا میبینیم که ایران جز کشورهایی که در واقع جز مناطق زرد رنگه و به نحو احسن میتونه از این رویه استفاده کنه. من فقط خیلی فراموش کردم یکی از عکس‌ها رو بذارم. ایران دقیقا مال خود ایران من خودم حالا بچه شیرازم، اما و دقیقا همیشه میگفتم چرا آفتاب شیراز اینقدر تیزه به نسبت شهرهای دیگه. حالا عرض کردم عکسش رو فراموش کردم. این ایریدیشنه شیراز به نسبت بقیه کشور خیلی بیشتر بود، در حالی که مثلا شهرهای گرمتر مثل خوزستان این DNIش که در واقع همون اشعه مستقیم خورشیدش هست کمتر از مثلا استان فارس بود. مناطقی که خیلی بیشتر این اشعه رو داشته که استان فارس بود، یکی استان سیستان و بلوچستان. راجبه من میخواستم الان یه مقایسه بکنم. اینو چرا من به این شکل گذاشتم؟ آها، در واقع میخواستم اینو بگم. آقای منیری خیلی عذرخواهی میکنم. بله، تمومه. در نظر بگیرید. بله، تمومه.
من الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، بر اساس هزینه‌ای که تا به حال راجع به برق هسته‌ای شده توی ایران برای نیروگاه اتمی بوشهر، تقریبا به این برآوردی که برآوردی که مقتصدین در واقع اقتصاددانا انجام دادن این بوده که برای تولید هر 1000 مگاوات برق هسته‌ای توی ایران 5 میلیارد دلار یا 5000 میلیون دلار هزینه شده. یک عرض کردم یک نیروگاه بادی داشتیم، نیروگاه سیاه‌پوش تارم، نیروگاه سیاه‌پوش تارم. بر اساس تجربه‌ای که توی این نیروگاه داشتیم تولید هر 1000 مگاوات برق بادی 1475 میلیون دلاره. 5000 کجا؟ 1475 کجا؟ در حالی که حتی نیروگاه اتمی بوشهر نزدیک به 36 سال به قول معروف علافی داشت. حالا درست زمان نبود، خیلی وقتا متوقف شد، اما 36 سال درگیر بودن. اما نیروگاه سیاه‌پوش تارم 1470 توی یک سال ساخته شد. من یه سرچی کردم، نیروگاه خورشیدی بوا توی هند 750 مگاواته، یعنی تقریبا برابر با نیروگاه اتمی بوشهر. و اونجا بر اساس مقدار هزینش حساب که کردم نوشته بود، یعنی اتفاقا سال 2018 هم تولید شده، یعنی حالا به هر حال میشه از تکنولوژی روز تقریبا حسابش کرد، به ازای هر 1000 مگاوات برق خورشیدیش 877 میلیون دلار هزینه شده. واقعا ارقام چشمگیره و این اصرار جمهوری اسلامی به برق هسته‌ای واقعا یه چیز غیر قابل انکاره و متاسفانه امیدوارم که کشور به اون سمت بره و از این پتانسیل بالای کشور هم توی زمینه تکنولوژی، توی زمینه نخبگان توی این زمینه و حتی از لحاظ موقعیت جغرافیایی به اون سمت بره که انرژی‌های تجدیدپذیر جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید و زمانی که گذاشتید. تشکر. سپاس آقای منیری، خسته نباشید. بسیار سخنرانی عالی بود. من خودم به شخصه واقعا استفاده کردم و زحمت کشیده بودیم با پاورپوینتی که درست کرده بودین. حداقل برای شخص من چون فهم کنم یه چیز تخصصی هست، درک از این مطلب رو برای من حداقل خیلی زیاد کرد. و همطور که گفتید، بله متاسفانه کشور ما که از نظر جغرافی حالا در موقعیت خوبی هست و ما کبیرای ایران رو داریم، کبیرای به اون بزرگی، و بسیار میشه از اون استفاده کرد برای پنل های خورشیدی و حتی ما میتونیم در واقع صادر کننده برق باشیم به حداقل کشورهای همسایه یا جای دیگه، اما متاسفانه این کار انجام نمیشه هیچ. در ایران همه الان درگیر مشکلات بیبرقی و مسائل این چنینی هستن. خب عزیزان، اگر که در مورد این موضوع دوست دارن که مشارکت داشته باشن و نظری دارن، خوشحال میشیم که بشنویم. در غیر این صورت میریم به سخنران بعدیمون، جناب آقای پویا حسابی با موضوع هنرمندان ایرانی و مشاغل ثانویه. جناب حسابی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. رابطه بین انتخاب، سرمایه و معیشت تاثیرگذارترین عامل تعیین کننده انتخاب است. از آن رو کمتر کسی پیدا می شود بنا به ذوق طبع متأثر از یک اثر هنری از هزینه معاش و نیازهای اولیه زندگی روزمره صرف نظر کند و آن را برای خرید اثری که صرفاً بنا به لذت و شوق، شاید برخواسته از خاطرات گذشته یا همسنخ بودن با رویاها و خیالاتش بپردازد. چرا که او در زندگی یک نگرانی، دلهوره، اضطراب و ترس آموخته شده در برابر آینده مطمئنی دارد که او را منفعل از این عمل می کند. تنها تعداد کمی از آثار هنری مورد اقبال قرار می گیرند. به نحوی این موضوع پیش می آید که چرا برای خرید عکس، تابلو نقاشی و مجسمه اصل تعداد کمی از افراد هزینه می کنند. در حالی که اکثریت افراد جامعه برای خرید وسایلی همچون ظروف تزئینی، نقره، زرکوب، فرش، عکس‌های کپی و تابلوهای دکوری حاضر به پرداخت مبالغ هنگفت هستند
که بعضن قیمت بالاتری از یک تابلوی اصیل دارد. زندگی فعل انتخاب است. انتخاب واژه ناشنایی نیست. اما چگونه و چرا انتخاب کردن مکانیزمی است که باید کاوید. انتخاب به مصابه پاسخ به یک نیاز، تعیین کننده نوع پاسخ به نیاز، تابعی از روش انتخاب می باشد. هر حالت پاسخ به نیاز انتخابی است که روش و ارزش خاص خود را دارد. انسان با انتخاب‌های مبتنی بر معیارها و هدفش پاسخ به نیاز خود می‌دهد. لذا باید در نظر داشت که هدف نتیجه به دست آمده بعد از رفع نیاز می باشد. نهاد ناآرام جهان و تحول قانونی است که انسان را برای یافتن معنای زندگیش و خارج شدن از یک نواختی و سکون به تلاش وامی دارد. تحول پارامتر و ویژگی است که سه عنصر جهان، انسان و هنر را به یکدیگر ربط می دهد. از آن حیث که ذات هنر و زندگی رشد، تحول و تکامل است و این فصل مشترک بین جهان، انسان و هنر می باشد. هنر افق دید و تفکر آدمی را ارتقا و گسترش داده تا انسان تا به توان بیشتری یابد و جایگاه خود در جهان را رقم بزند. هنرمند در هنرش جهان را به شکل و شیوه های خاص نمودار می کند و رسالت خود که گشودن جهانی نو به روی آدمی است را انجام می دهد. تلفیق هنر و زندگی برای فهم از هستی و حضور انسان لازمه زندگی است و این اصل را نمی توان نادیده گرفت و یکی را بدون دیگری معنادار تلقی کرد. در این شیوه است که هنر و اقتصاد مرتبط و امکان تحقق می‌یابند. پرداختن به یکی انسانی یک بودی می‌سازد که از یک جنبه فقط ارزش خود را درک می‌کند. این روزها حال مردم جامعه تعریف ندارد و همه به یک نوعی با گرانی، کرونا، دغدغه‌های ذهنی و مسائل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و در تلاش هستند تا روز را شب کنند و شب را روز. اهالی هنر هم از این قاعده مستثنا نیستند. کسانی که شاید سال قبل همین روزها با وجود تمام دشواری‌ها مشغول حرفه و عشق خود بودند و از این راه کم یا زیاد ارتزاق می‌کردند، اما حالا ویروس کرونا حرفه و منبع درآمدشان را زمینگیر کرده است. کنسرت‌ها تعطیل است، سینماها هر از چندگاهی باز می‌شوند اما بیننده نیست. تئاترها هم تماشاگری که قبلا داشتن را ندارند. گالری ها نیز هرچند سعی می کنند با برگزاری نمایشگاه های مجازی ادامه حیات بدهند اما عملا رونق گذشته را ندارند. حالا در این شرایط اگر خدای نکرده یک نفر در پروسه فیلم برداری یا در محل اجرای تئاتر دچار مشکل بیماری کرونا شود، فشارهای روانی چند برابر می شود و یک دردی اضافه می شود بر دردهای گذشته. در این بحبوحه هر زمان که حرف از محدودیت می شود، اولین جایی که تصمیم می گیرند تعطیل کنند همین سالن های کنسرت، سینما و تئاتر است. همین مسئله صدای اعتراض هنرمندان را بلند کرده است و برخی از هنرمندان به تعطیلی های مکرر و البته به وضعیت معیشتی متاسفانه بد خود و همکارانشان در دوران پاندمی واکنش نشان دادند. وضعیت هنرمندان عرصه موسیقی واقعا خوب نیست. این را امید نعمتی، خواننده گروه پالت، می گوید. نعمتی حتی معتقد است که این شرایط باعث شده برخی از موزیسین ها از کشور مهاجرت کنند. شواهد هم همین را نشان می دهد. در ماه های اخیر مانی رهنما، فرشاد حسامی، هومن نامداری، ایمان جعفری پویان، محدث مدرس و مهراد جم از کشور رفتند که به دلیل رفتن بعضی از آنها همین مسائل مالی است. نعمتی میگوید به جز یک سری خوانندگان پاپ که درآمد بالایی دارند و شرکت‌های موسیقی روی آنها حساب باز می‌کنند، اوضاع موسیقی به طور کلی خوب نیست. آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان، گروه‌های حرفه‌ای و جذاب موسیقی که تجربه‌گرا هستند و خیلی بر مبنای سلیقه مردم فعالیت نمی‌کنند، متأسفانه وضعیت مالی مناسبی ندارند. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم این گروه‌ها با چه امیدی فعالیت می‌کنند. بعضی از هنرمندان که شرایط مالی مناسبی هم دارند و نمی‌خواهند از حرفه خود جدا شوند، چاره جز مهاجرت ندارند. این افراد واقعا عاشق موسیقی هستند که در این شرایط دست از ساز بر نمی دارند. اظهار نظر اخیر ایمان جعفری پویان، نوازنده ساکسیفون که اخیراً ویدیوی نوازندگیش در یکی از خیابان‌های ترکیه وایرال شده، نیز بر صحبت‌های نعمتی صحه می‌گذارد. البته این نوازنده از دردی می‌گوید که فقط مختص به کرونا نیست و پیش از آن هم بر جامعه موسیقی ما حاکم بوده است. جعفری پویان میگوید من با خواننده‌های زیادی در ایران روی صحنه رفتم. خواننده‌ای که 35 میلیون تومان دستمزدش بود با منت 400 هزار تومان دستمزد نوازنده میداد. من اما در ترکیه با هنرمندان و خواننده‌های این کشور همکاری میکنم و دستمزد نوازنده و خواننده نصف نصف است. اینجا آن سیستم بردهداری ایران هرگز اعمال نمی‌شود و به خاطر همین نوازنده‌ها با عشق کار می‌کنند.
من با آن سیستم کار نکردم و اینجا کنار خیابان ساز میزنم و پول و مخارج را دست مردم میگیرم. پیام عزیزی خواننده موسیقی پاپ و موسیقی کردی درباره مشکلاتی که کرونا برای هنرمندان ایجاد کرده میگوید: مشکلات اقتصادی امان موزیسین ها و خوانندگان را بریده است. اجاره استودیو و تجهیزات تولید آهنگ همه چند برابر و کار برای فعالیت حرفه‌ای خیلی سخت شده است. در این روزها من هم ترجیح می دهم فعالیت خاصی نکنم و منتظر بمانم تا کمی شرایط بهتر شود. وضعیت در تئاتر نیز به مراتب سخت تر است و در این مدت بیشترین گلایه از سوی هنرمندان این عرصه مطرح شده است. فقیه سلطانی بازیگر و کارگردان تئاتر در گفتگویی که اخیراً با خبرگزاری میزان داشت، وضع هنرمندان تئاتر را یک فاجعه دانست و گفت: وضعیت معیشت بازیگران و هنرمندان تئاتر بدتر از فاجعه است. آنها قبل از کرونا هم دستمزد چندانی نمی گرفتند، اما حالا ماه‌هاست که علاوه بر نداشتن دستمزد به دلیل دوری از شغل خود افسرده و سرخورده شدند. مسئولین فرهنگی ما باید باور کنند که تئاتر یک سرگرمی نیست، تئاتر یک حرفه و از شغل است. افراد از آن ارتزاق می کنند، پس نمی توان به راحتی اولین نشانه تعطیلی را به سوی این هنر گرفت. مشکل در معیشت هنرمندان یکی از دغدغه های مهم متولیان فرهنگ است. البته همیشه استثناهایی هم وجود دارد، مثلا بازیگران معروف یا سلبریتی ها که حساب آنها با توجه به کمیت این قشر هنری جداگانه است. اما در کل قشر هنرمند در کشور از نقاشان و مجسمه سازان تا هنرمندان عرصه موسیقی و تئاتر و حتی هنرهای کاربردی مانند صنایع دستی و غیره را تشکیل می دهند. جمعیتی که امرار معاش برای آنها یک اولویت مهم به حساب می آید. به اعتقاد برخی کارشناسان، چیزی که باعث می شود تا چرخهای اقتصاد هنر به گردش در بیاید، ورود آحاد جامعه و یا به عبارتی مردم به بازار اقتصاد هنر است. کارشناسان معتقد هستند که خرید آثار هنری توسط مردم و ایجاد فرهنگ خرید اثر هنری می تواند باعث شکوفایی این اقتصاد شود. با توجه به اینکه اقتصاد هنر یک اقتصاد درونگراست و نیاز کمتری با تولید سایر محصولات غیر هنری دارد، می تواند در امر شکوفایی اقتصاد کلان کمک شایانی داشته باشد. حتی ورود نهادهای دولتی و خصوصی در انواع حراج‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هنر می تواند سوددهی قابل توجهی را همراه خود داشته باشد. مصرف کنندگان آثار هنری عامه مردم هستند، هرچند که در شرایط فعلی در کشور ما بیشتر افرادی که توانایی مالی زیادی دارند وارد عرصه خرید آثار هنری می شوند، اما معمولاً عامه مردم مصرف کنندگان آثار هنری هستند. به طور سنتی هنر در ایران در نزد عامه به صورت مهارتی که قابل تحسین هست فرض شده است. مردم عادی شاید بعضاً به تماشای آثار هنری در گالری ها و اماکن دیگر بروند، اما کمتر حاضر به خرید یک اثر هنری هستند. به صورت سنتی هنر در ایران در نزد عامه به صورت مهارتی که قابل تحسین هست فرض شده است. مردم عادی شاید بعضاً به تماشای آثار هنری در گالری ها و اماکن دیگر بروند، اما کمتر حاضر به خرید یک اثر هنری هستند. در اینجا البته مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه در صدر اولویت مردم برای هزینه های زندگی است و همین باعث شده یک اثر هنری تبدیل به یک کالای فوق لوکس شود. در شرایط فعلی خانواده ها کمتر توان مالی این را دارند که هزینه های خرید یک اثر هنری را بپردازند. اما از طرف دیگر طبقه متوسط از نظر اقتصادی همیشه توانایی خرید یک اثر هنری را دارند. اما مسئله اصلی که باعث می شود مردم از خرید یک اثر هنری اجتناب کنند، ضعف در باور عمومی در پذیرش یک اثر هنری به عنوان یک کالای فرهنگی و مؤثر است. مدیر یکی از گالری های تهران درباره علت عدم گرایش مردم به خرید یک اثر هنری میگوید: یکی از دلایلی که مردم از خرید یک اثر هنری اجتناب می کنند این هست که نمی توانند درباره آن اثر هنری حرف بزنند یا احساس می کنند اطلاعاتی درباره آن ندارند. مردم احساس می کنند ارتباطی که با اثر هنری برقرار کردن ناقص است، در حالی که این ارتباط یک ارتباط روحی و روانی فردی با یک اثر هنری است. فردی که یک اثر هنری را می‌خرد، ارتباطی روحی و روانی با اثر برقرار می‌کند و همین موضوع کافی است که درباره این ارتباط و تأثیر آن بر فرد ساعت‌ها صحبت کند و یا به یک اثر هنری نگاه کند و مدت زیادی در رویا و قصه‌های خود غرق شود.
لزومی ندارد که ارتباط در فرد دیگری ایجاد شود، چرا که این ارتباط شما با یک اثر هنری است. این جذابترین چیزی است که میتواند باعث خرید یک اثر هنری شود. در جهان امروز بازار هنر یکی از داغ‌ترین بازارها و منابع اقتصادی کشورها برای ارزآوری به شمار می‌رود. سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود پیشرو بودن چنین گستره اقتصادی در بعد جهانی و فرهنگ مبادله کالاهای فرهنگی، سهم تئاتر ایران با چنین پیشینه عمیق، ژرف و کهن آیینی در بازار بین‌المللی بسیار ناچیز است. به نظر می آید ترکیبی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی باعث می شود که اقتصاد خلاق یا همان اقتصاد هنر، با اینکه در ایران دارای پیشینه تاریخی است، امروز چندان سهمی از اقتصاد ایران ندارد. ایجاد بسترهای لازم از سوی دستگاه‌های فرهنگی سبب ایجاد استفاده از ظرفیت‌های لازم جهت بالا بردن سهم اقتصاد هنر در اقتصاد کلان را می دهد. بر اساس آمارهای موجود اقتصاد خلاق شاخه‌ای از اقتصاد جهانی است که مبتنی بر خلاقیت‌ها و ابتکارات هنری و فرهنگی جریان دارد و به طور متوسط حدود 5% از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را تشکیل می‌دهد. حجم و ارزش اقتصاد خلاق در جهان بالغ بر 8200 میلیارد دلار است که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهای همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمده‌ای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در صورت رونق اقتصاد هنر، نه تنها مشکلات معیشتی هنرمندان حل می‌شود، بلکه با ورود هنر به حیات اجتماعی و فرهنگی، سایر بخش‌ها مثل صنعت، آموزش و شهرسازی نیز توسعه خواهند یافت. چرا که امروزه جهان پذیرفته است که فرهنگ بستر توسعه است و مقصد توسعه تأمین رفاه مادی و معنوی جوامع است. لذا نقش و جایگاه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه ساز توسعه اهمیت یافته است. در ایران نیز اگر بخواهیم اهداف برنامه‌های هنر محقق شود، باید به فرهنگ و هنر توجه بیشتری داشته باشیم و سهم فرهنگ و هنر را در اقتصاد ملی احیا کرده و ارتقا دهیم. ممنونم که به سخنرانی من گوش کردید. سپاسگزارم آقای حسابی و خسته نباشید میگم خدمتون. خب اگر که دوستان بر ادامه صحبت آقای حسابی نقطه نظری دارن و میخوان که با ما به اشتراک بذارن خوشحال میشیم که بشنویم. بسیار خب، سخنران بعدی سرکار خانم روزا جهانبین هستن با موضوع مافیای گالری و نمایشگاه های هنری در ایران. با هم جوابین در خدمتون هستیم، بفرمه خواهش میکنم. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به سالهای اخیر ارائه آثار هنری تجسمی و برگزاری نمایشگاه‌ها و گالری‌ها هم جهان بین عزیز خیلی عذرخواهی میکنم صداتون خیلی ضعیفه، امکانش هست بلندتر صحبت کنید؟ بله الان صدای من بهتره. بله متشکرم. خواهش میکنم. همونطور که میدونین در سالهای اخیر ارائه آثار هنری تجسمی و برگزاری نمایشگاه ها و گالری ها رشد زیادی در ایران داشته و تعدد برگزاری نمایشگاه ها خب هم نکته مثبت داره و هم نکته منفی. از جمله نکات مثبتش افزایش تعداد هنرمندانی هستش که میتونن گالری و نمایشگاه برگزار کنن. خب در ادامهش بحث پویایی در هنر، تکاپو و درآمدزایی برای هنرمندان به خصوص جوانان هستش. و از نکات منفی این مسئله کاهش کیفیت آثار و افزایش کپی برداری از آثار هنرمندان دیگه هست. و صرفاً مسئله درآمدزایی متاسفانه برای بعضی از هنرمندان در رأس قرار گرفته و اون ارائه یک اثر هنری زیبا در اولویت‌های بعدی قرار گرفته. در پی افزایش برگزاری گالری و نمایشگاه‌های هنری به تبع رقابت بین هنرمندان برای
جذب مخاطب و افزایش فروش آثار هنری هم بیشتر میشه و الان کار به جایی رسیده که ما مشاهده میکنیم به خصوص در چند سال اخیر برای اینکه هنرمند بتونه در واقع سوددهی بیشتری داشته باشه میاد از دلالان و واسطه های هنری استفاده میکنه. اصولا کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت های اولیه مناسبی دارند و خب به هر حال بر اساس اون نظامی که در کشورهای پیشرفته وجود داره از هنرمند حمایت میشه. بنابراین هنرمند اون کشورها از نظر معیشتی مشکلی نداره، اما در ایران اصول حرفه‌ای در هیچ یک از هنرها در واقع اعمال نمیشه و با توجه به همین مسئله هنرمند برای اینکه بقا داشته باشه و بتونه نیازهای مالی خودش رو تأمین کنه مجبور میشه با این واسطه ها یا در واقع با این مافیا وارد معامله بشه. مافیای خرید آثار هنری در حراجی ها و نمایشگاه ها و وجود دلالان هنری باعث به وجود آمدن فضای نامناسب در حوزه هنرهای تجسمی شده. اصولا روش کار دلالان هنری به این صورت هستش که تعداد هنرمند خاصی رو در واقع آثارشون رو خریداری میکنن، دستشون رو میگیرن، معروفشون میکنن و اون اثر خریداری شده رو با قیمت بیشتری به افراد مشهور و یا حتی اشخاصی که در خارج از کشور در واقع اقامت دارن میفروشن و مبلغ بالایی رو برای خودشون کسب میکنن. بعضی از گالری ها برای نمایش و فروش آثار هنریشون هم به هر حال به نوعی میتونیم بگیم یه کار مافیایی انجام میدن و از در واقع با هنرمندان خاص و انگشت شماری کار میکنن و فقط اونا رو انتخاب میکنن و با روی اونها سرمایه گذاری میکنن و با اونها ارتباط دارن. و اگر که در این میون شخصی ارزش هنریش در واقع اون ارزش هنری که داره رو به بحث مالی و سوددهی ترجیح بده و نخواد به کمک مافیای هنری و دلالان گالری معروف بشه، قطعا مسیر سختری رو برای جذب مخاطب و ارائه هنر خودش باید طی کنه و شاید هم در این مسیر سخت خسته بشه، دست از تلاش برداره، سرخورده و حتی متاسفانه افسرده بشه. این نکته هم باید اضافه کنم که گاهی اوقات حتی خود گالریدارها و صاحبین نمایشگاه‌های هنری هم دل خوشی از دلالان و مافیای هنری و حتی بعضی از هنرمندان ندارن و وقتی پای صحبتشون میشینیم بیان میکنن که خیلی اوقات از یک هنرمند جوان و با استعداد حمایت میکنیم، امکانات در اختیارشون قرار میدیم، هنرمند معروف میشه و بعد از معروفیتش خودش شخصا با خریدارها وارد معامله میشه یا از دلالان آزاد و واسطه های غیر رسمی برای فروش محصولاتش استفاده میکنه که این مسئله هم مشکلاتی در پی داره، مشکلاتی مثل کلاهبرداری از اثر هنری، چون میدونید که وقتی که شما یک اثر هنری رو از گالری خریداری میکنید به شما ضمانت پس از فروش میدن و گواهی میکنن که این تابلو اصل و کپی برداری نیست. اما اگر که با واسطه ها کار کنید یا مستقیما از یک هنرمند اون هنرش رو حالا هر چیزی که هست خریداری کنید، خب امنیت در خرید خیلی وجود نداره و یکی از دلایلی هم که شاید ما بتونیم نام ببریم که چرا هنرمند مستقیما با خریدار وارد معامله میشه این هستش که گالری وقتی که میاد اون اثر هنری رو میفروشه به خریدار، 40% به عنوان پورسانت از مبلغ فروش اون آثار هنری هنرمند رو برای خودش برمی‌داره و البته این مبلغ هم این 40%ی که میگم حالا بسته به اون آثار هنری و کار هنرمند متغیره، اما میانگین اگر بخوایم بگیم همون 40% هستش و حتی توی کشورهای خارجی سهم سود گالری از فروش آثار هنری خیلی بیشتر از اینه، مثلا شاید به 60% هم برسه. به هر حال اینه که از اون دلایلی هستش که بعضی از هنرمندان معتقد هستن که نیازی به گالری ندارن و خودشون مستقیما وارد معامله با خریدار میشن.
دوست دارم به یه مسئله اشاره کنم در خصوص هنرمند زن و ارتباط با مافیای هنر. همونطور که میدونید متاسفانه جامعه هنری ایران جای امنی برای یک هنرمند زن نیست و این مسئله بارها حتی توسط خود هنرمندان زن هم مطرح شده. من در مورد مافیای هنر و دلالان هنری صحبت کردم که برای ارائه خدمات به یک هنرمند مبلغی رو بابت پورسانت از هنرمند میگیرن، اثر هنری رو به یک خریدار داخلی یا خارجی با قیمت بیشتری میفروشن و به هر حال اینجوری روند کار رو ادامه میدن. حالا با توجه به عدم وجود فضای امن در جامعه هنری ایران برای زنان، خیلی وقتا پیشنهادات نامناسبی توسط دلالان به هنرمندان زن ارائه میشه که بانوی هنرمند فکر میکنه اگه تن به اون پیشنهاد غیر اخلاقی دلال نده در مسیر شغلی و هنری خودش به مشکل برمیخوره و به هر حال مسائلی براش پیش میاد، در صورتی که تن دادن به پیشنهادات غیر اخلاقی مافیای هنر شرایط رو بهتر که نمیکنه هیچ بدتر هم میکنه، چون اگه در بین مسیر و کمی پس از مشهوریتش هنرمند قصد ادامه همکاری با اون دلال یا واسطه رو نداشته باشه، متاسفانه امنیت مالی، شغلی و شخصیتی خودش رو در خطر میبینه و ما بارها این مسئله رو در مورد هنرمندان شاخه های مختلف دیدیم که در مدت خیلی کوتاهی توسط مافیای هنری معروف میشن و خیلی سریع هم از جامعه هنری محو میشن و دیگه ما به ندرت اسمی ازشون میشنویم که متاسفانه یکی از دلایلش همین عدم ادامه همکاری با این مافیای هنری هستش. خب تا همین جای سخنرانی متاسفانه ما شاهد حداقل نقض 3 ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 23 رعایت حق امنیت شغلی و ماده 27 رعایت حق کپی رایت. جالبه بدونید که بعضی از هنرمندان مدعی هستند که هنر و مافیا 2 مقوله مرتبط به هم هستند. چون که هنر خب به سرمایه احتیاج داره و مطرح میکنن که وقتی حمایتی از سوی دولت از هنرمند اتفاق نمیفته و هنرمند دست به دامن حمایت بخش خصوصی میشه و وقتی که یه تیم حالا از یک یا چند هنرمند حمایت میکنن و اونو معروف میکنن، عملا مافیا تشکیل شده که شاید با دید واقع بینانه این صحبت تا حدودی درست باشه، اما این مسئله رو هنرمندانی که شهرت و سوددهی مالی رو از این راه انتخاب میکنن قطعا باید در نظر داشته باشن که نباید بعدها اگر که به مشکلی برمیخورن با این مافیای گالری و حالا با این دلالان هنری گله و اعتراض و شکایتی داشته باشن، چرا که به هر حال مسیری هستش که خودشون انتخاب کردن و پیامدهاش هم پذیرفتن. میخوام از یک نهاد مستقل به نام حراج تهران که در امر فروش آثار هنری در ایران حرف اول رو میزنه صحبت کنم. حراج تهران نهادی مستقل و خصوصی هستش که در تهران فعالیت میکنه و بازار اصلی فروش آثار هنرهای تجسمی مثل نقاشی و مجسمه و عکس و این موارد هستش. مجموعه حراج تهران فعالیت خودش رو به طور رسمی از 29 خرداد 1391 در تهران شروع کرد. رویکرد این حراج معرفی بهترین نمونه‌های هنر مدرن و معاصر ایران از هنرمندان جوان تا به هر حال دوستانی که و هنرمندانی که پیشگام و نام آشنا هستند به مجموعه داران هنری و مخاطبان جهانی هستش. این حراج در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار میشه و آقای علیرضا سمیع آذر مدیریت این حراج رو بر عهده دارند. چند اثری که با قیمت خیلی بالایی در این حراج به فروش رسیدن، در واقع میتونم از تابلوی سهراب سپهری نام ببرم که در سال 1397 توسط خانم لیلی گلستان در این حراجی به فروش رسید با قیمت 1,500,000,000 تومان، یا اثری از آقای منیر فرمانفرمایان با مبلغ 4,000,000,000 تومان و یا حتی یک اثر هنری دیگر از آقای حسین زنده‌رودی با مبلغ 5,000,000 و
5 میلیارد و 300 میلیون تومان. به هر حال مبالغ خیلی بالایی در این حراجی وجود داره و معاملات در واقع گرونی انجام میشه. آخرین دوره این حراجی 15 دورهش بود که در دی ماه 1400 برگزار شده و مبلغی بیش از 158 میلیارد تومان فروش داشته و در سایت حراج تهران به حال تمام این به تفکیک اون اثر هنری، نام هنرمند، مبلغی که به عنوان اون مبلغ پایه قرار داده شده بوده و بعدها با چه مبلغی فروخته شده بوده، تمامش در سایت این حراجی موجود هست و اگر دوست داشتید میتونید نگاه کنید. اما یک نکته حاشیه‌دار در مورد این حراج تهران، این در واقع نمایشگاهی که به هر حال هنرمندان آثار خودشون رو به حراج می‌گذارن، پیش اومد در چند سال اخیر که مربوط به سال 1399 هستش. در حراجی که سال 1399 برگزار شد، تابلوی خاطرات امید از آقای آیدین آقداشلو به قیمت پایه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان عرضه شد، یعنی اون قیمت پایه‌ای بود که پیشنهاد دادن و در نهایت به 10 برابر این قیمت، یعنی 12 میلیارد تومان به فروش رسید که انتقادات زیادی هم به همراه داشت، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه به هر حال آزار، اتهام آزار جنسی به آقای آقداشون نسبت داده شده بود و منتقدین بیان کردن که اصلا آثار ایشون نباید در این حراج قرار می‌گرفت و چرا حراج تهران از ایشون حمایت کرد و آثار ایشون رو حتی تونستن با این مبلغ هم به فروش برسونن. و یه خلاصه بیوگرافی هم در خصوص آقای علیرضا سمیع‌آذر خدمتتون ارائه میدم که بنیانگذار و مدیر حراج تهران هستن. آقای علیرضا سمیع‌آذر متولد 1340، نویسنده و پژوهشگر تاریخ هنر اهل ایران هستن. ایشون در میان سالهای 1376 تا 1384 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر موزه هنرهای معاصر تهران بود. دوره ریاست ایشون بر این موزه همراه بود با بازتر شدن فضای سیاسی و هنری ایران که پس از شروع به کار ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد، ایشون از ریاست موزه هنرهای معاصر تهران برکنار میشه و به فعالیت‌های شخصی خودش مثل نوشتن مقاله و کتاب و ترجمه مشغول میشه و در نهایت در سال 1391 هم حراج تهران رو تأسیس میکنه و البته ایشون نشان افسری نظام هنر و ادبیات دولت فرانسه و همچنین نشان طلای انجمن ملی هنر آمریکا رو به پاس به هر حال زحمات و تلاش و این گسترش هنری که انجام دادن دریافت کردن. این هم خلاصه بیوگرافی بود که گفتم از ایشون خدمتتون ارائه کنم. اما در پایان باید عرض کنم که ما میدونیم که فضای هنری در ایران متاسفانه دچار فساد و مافیای هنری هست و شرایط کار در چنین محیطی برای هنرمند، به خصوص برای بانوان هنرمند، سخت و دشواره. پس در قدم اول باید حمایت دولت از هنرمندان به خصوص جوانان بیشتر بشه. در قدم دوم باید نظارت بر فعالیت گالری ها، نمایشگاه ها و دلالان هنری افزایش پیدا کنه و با مافیای هنری برخورد قانونی و جدی بشه و در نهایت از هنرمندان انتظار میره که هنر رو فدای پول و شهرت نکنن و با دلالان هنری همکاری نداشته باشن و بستر کاهش فساد در هنر رو فراهم کنن که فضای هنری در ایران محیط امنی برای هنرمندان نوجوان و جوان و به خصوص نسل آینده ما باشه و هر کجا که تخلفی یا نقض قانونی دیدن حتما برخورد کنن و در برابر ظلم و فساد سکوت نکنن. خیلی ممنون از توجهتون. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتم. میکروفون در اختیارتون. مرسی. سپاسگزارم سرکار خانم جهانبین عزیز، ممنون از سخنرانی خوبتون. البته خب موضوعات سخنرانی دوستان خیلی، یعنی خیلی که نه، همه در بحث آزادمون در
مفهوم امنیت شغلی گنجونده شده. اگر که دوستان تمایل دارن که الان تبادل نظر کنن و مشارکت کنن که خیلی هم عالی، در این صورت میتونیم در بحث آزاد به مباحث کلی تر بپردازیم. بسیار عالی. خب سخنران بعدیمون سرکار خانم مرجان شعبان نژاد هستند با موضوع جایگاه بانوان در هنر موسیقی ایران. بانو شعبان نژاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام و درود خدمتان عزیز، سخنرانی خود را در مورد جایگاه بانوان در هنر موسیقی ایران آغاز می‌کنم. زنان ایران و موسیقی ایران در طول تاریخ ایران به یکدیگر پیوند خوردند. تا پیش از انقلاب 1357 ایران که نظام پادشاهی پهلوی را سرنگون کرد و زمینه روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری مرجع تقلید شیعه شد، زنان و دختران ایران می توانستند بخوانند، بنوازند و کنسرت های خواننده های زن در ایران برگزار می شدند. اما هرچه بیشتر از انقلاب 1357 ایران گذشت، محدودیت های بیشتری برای زنان وضع شد و برای بیش از 40 سال تا کنون خواندن و اجرای زنان در ایران دارای محدودیت بوده است. محدودیت ها حتی فراتر از خود هنرمندان زن رفته و برای همکاران مرد آنها نیز وضع می شود. پس از انقلاب 1357 ایران، مراجع تقلید شیعه ایرانی خواندن زنان را ممنوع و آن را برای مردان تحریک‌آمیز دانستند. با این حال قوانینی در ایران وجود دارد که در شرایطی خاص زنان می توانند با رعایت حجاب بخوانند و کنسرت اجرا کنند. احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن، تحریک آمیز دانستن خوانندگی زنان برای مردان را توهین آمیز دانست و وی معتقد است که این قوانین در جهت فلج کردن نیمی از جامعه تنظیم شدند. در سال 1393 یک کارشناس امور زنان اهل ایران اعلام کرد که خوانندگی زنان در جامعه ایران دارای بعد ملی و دینی است و در جامعه ایران خوانندگی یک زن جایی ندارد. اما زیبا شیرازی، خواننده و آهنگساز ایرانی، معتقد است که دختران و زنان ایرانی به موسیقی توجه بسیاری دارند و باید خوانندگی زنان در ایران آزاد شود. همچنین یکی از آوازخوانهای ایرانی معتقد است که تبعیض و موانع بسیاری در برابر خوانندگان زن وجود دارد و قوانین منع کننده خوانندگی زنان را تبعیض و خشونت علیه زنان می داند. او همچنین افزود که محدودیت ها فقط از سوی حکومت نیستند و بخشی از آنها به فرهنگ جامعه ایران برمی گردد. در مهر 1398 دادگاه انقلاب تهران 6 زن را به دلیل آوازخوانی در یک ویدئو به 1 سال زندان محکوم کرد. همچنین در 28 دی ماه 1399 رئیس پلیس امنیت جمهوری اسلامی ایران از بازداشت 2 زن جوان به دلیل انتشار یک ویدیوی آوازخوانی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او هویت بازداشت شدگان را فاش نکرد، اما گفت که این 2 زن در یک ویدیوی تبلیغاتی برای یک واحد صنفی اقدام به آوازخوانی کرده و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. سید روح الله خمینی، اولین رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران، درباره خواندن زنان معتقد است که حکم دائر مدار وجود مفسده و عدم آن است. یک متن از سید علی خامنه‌ای وجود دارد که اعلام کرده است اگر صدای زن چه به صورت تکخوانی و چه حتی به صورت همخوانی با زنان و مردان به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد، اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست. سید علی سیستانی اعلام کرد که اگر خوف ابتلا به حرام نباشد جایز است، ولی جایز نیست صدای خود را به نحوی زیبا و نازک کند که معمولا موجب تحریک شهوت باشد. همچنین ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ایرانی درباره خواندن زنان اعلام کرد که
جایز نیست. محمد علی عراکی و میرزا جواد تبریزی بر احتیاط در خواندن زنان تاکید داشتند. علی جنتی اعلام کرده است که پخش صدای زن اگر مفسد نباشد اشکالی ندارد. موسیقی بانوان پس از پیروزی انقلاب به طور تدریجی و با محدودیت‌هایی که در این عرصه برای بانوان وجود دارد، توانسته جایگاه خود را در میان مخاطبانش پیدا کند. فعالیت‌های بانوان در عرصه موسیقی امروزه به درجه‌ای رسیده که می‌تواند برایشان درآمدزایی داشته باشد و از ارتباط با مخاطب سود مادی و معنوی برایشان به ارمغان بیاورد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از بانوان فعال در عرصه موسیقی تلاش کردند در سایه توجه به موازین مندرج در قانون اساسی حرکت کرده و دغدغه هنری خود را در جامعه عمل بپوشانند. با این همه مشکلات و چالش‌های بسیار آنها در این مسیر گاهی اوقات سد راه شد و بر ادامه روند فعالیت آنها تأثیر گذاشت. یکی از مهمترین مسائلی که در موسیقی بانوان را از آقایان جدا می‌کند، بحث انتشار اثر است. در واقع مخاطب موسیقی به طور معمول جذب صدای خوب یا یک اثر می شود، اما از آنجا که خانوم ها امکان انتشار کارهای خود را ندارند، مخاطبان محدودی را جذب خود می کنند. در حقیقت فاکتور اصلی جذب مخاطب در ژانر موسیقی صدا و بعد سیماست که بانوان این عرصه در فاکتور اصلی امکان عرض اندام را ندارند. همین مسئله باعث شده است در بیشتر کنسرت‌های آنها قطعاتی اجرا شود که همگی پیشتر شنیده شده و عنوان قطعات ماندگار را دارند برای حضار اجرا می شوند. این قطعات معمولاً از آثار خوانندگان قدیمی است که شهرت زیادی دارند و قطعات آنها برای همه آشناست. اجرای این قطعات نوستالژیک و جذابیت‌های بصری دیگر در کنسرت‌ها باعث می شود مخاطبان خانم برای حضور در کنسرت بانوان برای نخستین بار قدم بردارند. اگر شانس با آن خواننده خانم یار باشد، ممکن است مخاطب جذب صدای خواننده شود و روند حضور این مخاطب در اجراها شکل ثبات پیدا کند. البته که به دلیل هزینه های گزافه بلیط درصد این افراد پایین است و ترجیح افراد بر حضور در کنسرت هایی است که حداقل صدایی از خواننده خود دارند تا در خلوت نیز به آن گوش جان دهند. گرچه به تازگی امکان تبادل قطعات وجود دارد و برخی بانوان با هماهنگی با آقایان فعال در این عرصه قطعات آنها را در کنسرت ها اجرا می کنند، این اتفاق شاید در میزان فروش بلیط اندک تأثیری داشته باشد، اما در اصل موضوع تغییر آنچنانی ایجاد نخواهد کرد. همین مسائل پیش پا افتاده و به ظاهر ساده باعث شده است بسیاری از بانوانی که بیشتر به عنوان خواننده در ایران مشغول فعالیت هستند، بعد از مدتی یا از این کار کنارگیری کرده یا با شرایط موجود سازش می کنند. به هر تقدیر آنانی که مانده اند برای صحنه موسیقی ایران ارزش و احترام قائل هستند و ماندن در ایران انتخاب آنها است. فرهنگ موسیقایی آنها در همین جو هنری جریان دارد و موسیقی آنان برگرفته از حال و هوای مردمان همین مرز و بوم است. یک نوازنده و سرپرست گروه نوشه در گفتگو با روزنامه در پاسخ به این پرسش که بانوان در عرصه موسیقی تا چه اندازه توانستند به درآمدزدایی از طریق فعالیت در این حوزه دست پیدا کنند گفت: تا به حال خیلی سخت بوده است و اگر پیشرفتی هم حاصل شده، مدیون زحمت‌های بسیار زیاد بانوان در این عرصه است. ما در این چند سال گذشته، یا بهتر بگویم در 10 سال گذشته، توانسته ایم به حدی از فعالیت برسیم که بتوانیم از این مسیر کسب درآمد کنیم. پیش از این زمان خیلی شرایط برای کار کردن سخت بود. من پیش از اینکه سرپرستی این گروه را بر عهده داشته باشم، به عنوان نوازنده کمانچه یا سرپرست ارکستر فعالیت کردم که در آن زمان درآمد آنچنانی نداشت. شاید گاهی ضرر هم داشته است.
وی با اشاره به یکی از مشکلاتی که منجر می شود موسیقی بانوان از لحاظ اقتصادی رشد نکند اشاره می کند و می افزاید به دلیل شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد نمی توانیم برای برپایی کنسرت و یا انتشار آلبوم هیچ گونه تبلیغاتی با صدای خواننده ایمان نمی توانیم داشته باشیم و تنها می توانیم قطعه های بی کلام را تبلیغ کنیم. این مشکل جایی بیشتر می شود که وقتی ما می خواهیم قطعه های جدید و تازه ساخت خودمان را اجرا کنیم، مخاطب هیچ ذهنیتی نسبت به آن ندارد و آن وقت مخاطب باید بر اساس چه سنجشی به کنسرت های ما بیاید و این کار را برای ما سخت می کند. وی در ادامه گفت: اما با این اوصاف ما باز هم کار کردیم و سعی کردیم مشکلات بر روی روند فعالیت ما تأثیر نگذارد و کنسرت به کنسرت و با تبلیغات دهان به دهان توانستیم مخاطبان خودمان را پیدا کنیم و الان با افتخار می توانم بگویم که مخاطبان ما برای دیدن آثارمان با شناخت خوبی می آیند. این نوازنده جوان کشورمان در ادامه گفت: با توجه به بالا بودن اجراهای ما در سطح کشور خدا را شکر به سوددهی رسیدیم و توانستیم از این راه برای گروه درآمدزدایی خوبی داشته باشیم. البته که نسبت به کنسرت‌های آقایان ارقام قابل مقایسه نیست، اما همین مقدار که بتوانیم هزینه‌ها را پوشش دهیم و اندکی هم درآمد کسب کنیم رضایت بخش است. وی در ادامه افسود: من خیلی دوست دارم بتوانیم در حدی کارمان را گسترش دهیم که از تعداد بیشتری نوازنده در کنسرت‌هایمان استفاده کنیم و ظرفیت هنری بانوان شهرهای دیگر هم استفاده کنیم. این کار اگرچه به دلیل تأمین امکان رفاهی و حضور بانوان نوازنده در تهران با هزینه های بیشتری همراه است، اما اگر بتوانیم به سطح مطلوبی از درآمدزدایی برسیم، این اتفاق می تواند به رشد موسیقی بانوان در شهرهای دیگر هم کمک کند. وی در ادامه افزود: من شاید نخستین بار است که حمایت بسیار کوچکی از مدیر عامل بنیاد رودکی در اجراهایمان داشتم. این را می‌خواهم بگویم چون تا به امروز هیچ یک از مدیران حوزه موسیقی حتی کمترین قدم را در این زمینه بر نداشتند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور بانوان در رویدادهایی مانند جشنواره موسیقی فجر می‌تواند به بهتر شدن بازار کار آنها کمک کند گفت: از لحاظ تبلیغات که همه مشکلاتی را داریم که در اجراهای عمومی داریم و نمی توانیم قطعات را تبلیغ کنیم. تنها نکته مثبت جشنواره موسیقی فجر برای گروه های موسیقی این است که یک بار در سال توسط جشنواره حمایت هایی برای اجرای کنسرت ها در جشنواره انجام می شود و برای بلیط فروشی نیازی به فعالیت های گروه های موسیقی نیست. اما در باقی شرایط فرقی با شرایط عادی اجراها برای ما ندارد. وی با بیان اینکه مسیر فعالیت‌های موسیقی بانوان و شرایطی که برای اخذ مجوز دارند تفاوتی با فعالیت آقایان ندارد گفت: ما هم باید برای اخذ مجوز از همان مسیر برویم و شعرها در شورای ترانه تصویب می‌شود و قطعات هم در اختیار استادان این حوزه قرار می‌گیرد و نظراتشان را نسبت به هر قطعه می گویند و در نهایت مجوز صادر می شود. وی در پایان با بیان این که بسیاری از مخاطبان موسیقی بانوان قطعه های کلاسیک و خاطره انگیز را در کنار قطعه های جدید می پذیرند گفت: گروه موسیقی نوشه آلبومی را به تازگی وارد بازار کرده است که قطعه های آن همگی اورجینال است، اما وقتی قرار است کنسرت برگزار کنیم مخاطبان ما قطعه های جدید را به تنهایی استقبال نمی کنند و دوست دارند قطعه های قدیمی را هم اجرا کنیم و این هم تنها به همین دلیل است که هیچ ذهنیتی از کارهای جدید ندارند، اما با کارهای قدیمی خاطره دارند و برایشان جذاب است. برای همین ما در کنسرت های من از قطعه های جدید و قدیمی اجرا می کنیم. و در پایان امیدواریم که نقش زنان در موسیقی پررنگ‌تر شود و علاقه‌مندان در عرصه موسیقی بتوانند فعالیت‌های خود را بیشتر کنند. با تشکر از شما که به سخنرانی من گوش فرا دادید. سپاس بانو شبان‌نژاد عزیز.
و خسته نباشید. ممنون از سخنرانی خوبتون. خب دوستان عزیز، اگر که در ادامه صحبت خانم شعبان نژاد تمایل به مشارکت دارین، لطفا منو با علامت دست راهنمایی کنید. خب بریم به بخش فرهنگی این جلسه‌مون که در خدمت خانم مهدیه عزیز هستیم، خانم مرضیه مهدیه، با تکنوازی تارشون و بی صبرانه منتظریم. خانم مهدیه، ما در اختیار شما، بفرمایید. خواهش کنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. بنده امروز با خلاصه ای از توضیح در مورد روز جهانی موسیقی و یه تکنوازی کوتاه در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. روز جهانی موسیقی برابر هست با 21 ژوئن و 31 خرداد در تاریخ شمسی که در تقویم بین المللی به عنوان روز جهانی موسیقی شناخته میشه. تاریخچه روز جهانی موسیقی در ابتدا توسط لرد یهودی منوهین، نوازنده افسانه ویالون، به شورای بین المللی موسیقی پیشنهاد داده شد که این شورا در سال 1949 میلادی توسط سازمان یونسکو بنیان گذاشته شد و ترویج موسیقی و البته پذیرش گوناگونی و انواع مختلف این هنر از اهداف این سازمان. اولین روز جهانی موسیقی در تاریخ 1 اکتبر توسط منوهین در سال 1973 ترتیب داده شد که همزمان شد با برگزاری مجمع سالانه شورای بین المللی در لوزان در کشور سوئیس که یک شکل دیگه و پر اهمیتی به خودش گرفت. الان توی بیش از 150 کشور این روز رو جشن میگیرن و جشنهای مفصل و کنسرت‌های مفصلی رو اجرا میکنن. در روز جهانی موسیقی بسیاری از موسیقیدانان سراسر دنیا به جای اینکه توی سالن‌ها و به هر حال سالن‌های عظیم و باشکوه اجرا داشته باشن، میان توی پارک‌ها، ایستگاه‌های مترو، قطار و حتی موزه‌ها و کتابخونه‌ها و ساز خودشون رو به نمایش می‌ذارن. روز جهانی موسیقی به هر کسی اجازه میده تا دستگاه موسیقی مورد علاقش رو کنار پارک‌ها بنوازه و در یک فضای باز هنرنمایی انجام بده. هنرمندان بزرگ هم میتونن توی این روز مراسم‌های موسیقی یا کنسرت‌های آزاد برگزار کنن. روز موسیقی در تقویم ایران سابقه دیرینه داره و به دوران ایران باستان برمیگرده. ایران خواستگاه موسیقی‌های غنی و متنوع هست و موسیقی سنتی ایران به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگ و هنر ایرانی به شمار میره. تقریبا تمام اقوام ایران یک موسیقی مخصوص به خودشون رو دارن و این بسیار زیبا کرده موسیقی ایرانی رو و بسیار وسیع کرده. اگر که فرصت داشته باشم یک دست توضیح هم راجع به دستگاه موسیقی ایرانی میدم که موسیقی ایرانی تشکیل شده از 7 دستگاه و زیر مجموعه های خاص خودشون رو دارن هر دستگاه. دستگاه اول دستگاه شور هستش که به مادر دستگاه ها معروف هست. بسیار وسیع هست و 4 آواز داره زیر مجموعه خودش که حالا گاهن یک آواز دیگه هست به اسم کرد بیات که زیاد معمول نیست، ولی آوازها از ابو عطا، دشتی، افشاری و بیات ترک در واقع تشکیل شدن. دستگاه سگاه دستگاه بسیار قدیمی هست و سابقش نسبت به باقی دستگاه ها قدیمی تره و از کهن‌ترین دستگاه ها به شمار میاد. دستگاه چهارگاه یک حال و هوای بسیار سحرخیز و شور و نشاطی داره. در واقع یک بعد دیگه ای رو هم داره که برای آهنگ‌های حماسی و کوبنده استفاده میشه، ولی نمونه‌ای هم که میتونم برای
شاداب بودنش بزنم، سلام استاد کسایی که هممون باهاش خاطره داریم، صبحا توی رادیو میذاشتن و این قطعه در واقع در دستگاه چهارگاه هستش. دستگاه همایون در واقع سبک بسیار غم‌انگیزی داره و تمام عواطف و احساسات غم‌انگیز رو درون خودش جا داده و اگر که وارد موسیقی بشیم و این دستگاه رو درک کنیم، بسیار میفهمیم که چقدر وسیع هستش این زیبایی همایون. و یک آواز هم داره به اسم آواز بیات اصفهان که اگر بشه خدمتتون اجرا میکنم. دستگاه ماهور که دارای شور و نشاط خاصی هست و یک دستگاه شاد هستش. دستگاه نوا که از لحاظ کوک و فواصل به شور بسیار شبیهه ولی حالت غم‌انگیز داره. و دستگاه آخر دستگاه راست پنجگاه که زیاد توی دستگاه راست پنجگاه قطعاتی ساخته نشده و زیاد جز دستگاه ها حتی نمیارنش، چون شباهت زیادی به ماهور داره و حتی با ماهور میتونن یکسان بدوننش. بیشتر از این توضیح نمیدم در این مورد چون بسیار بحث پیچیده‌ای هست. من زیادم تمرین نکردم، یه بداهه‌ای رو خدمتتون ارائه میدم. خیلی متشکرم. Thank you.
خیلی متشکرم که همراه هم بودید. من تمرین نداشتم واقعا میگم، امیدوارم که با کم و کسریاش ببخشید. خیلی متشکرم. عالی بود خانم مهدی عزیز. خیلی لطف دارید. مثل همیشه عالی بود خانم مهدی. فقط من سوالم اینه که این در واقع تو اون کدوم یکی از اون سبکایی بود که شما فرمودید، حالا اون دستگاهی که گفتید؟ در بیات اصفهان بود، زیر مجموعه دستگاه همایون. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون، خوشحال شدم در کنارتون بودم. شما استفاده کردیم، واقعا لذت بردیم از هنرتون. خیلی ممنون. من مایک رو رها میکنم، سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، به بخش بحث آزاد برنامه‌مون رسیدیم. موضوعمون حق امنیت شغلی هستش که بهش میپردازیم. البته من در سخنرانی دوستان که امروز داشتن فکر میکنم که چکیده‌ای در واقع از همین بحث بود که در سخنرانی ها گنجونده شده بود، که حالا در این قسمت کلی‌تر به این موضوع نگاه میکنیم و اون رو بررسی میکنیم. البته خب ادامه این در واقع جایگاه هنر در ایران هست بحث آزادمون. من فهم کنم که ما جلسات بسیاری در مورد جایگاه هنر صحبت کردیم و همینطور در مورد شرایط و وضعیت هنرمندا در کشورمون صحبت کردیم، اما در مفهوم اصلی در واقع امنیت شغلی اگر بخوایم شروع کنیم این بحث رو، در واقع یک مفهوم کلی که داره امنیت شغلی یعنی که در واقع فردی اشتغالی داشته باشه، کاری داشته باشه، مشغول به کار باشه و اینکه بتونه اونو حفظش بکنه، یعنی اون فضا باشه، اون امنیت براش باشه که شغلش حفظ بشه و اینکه احتمال بیکاری براش خیلی کم باشه. خب چه فاکتورهایی تأثیر گذارن تو این قضیه؟ بیشترین تأثیراتی که دارن فاکتورهای اقتصادی هست، موقعیت‌های تجاری هست، مهارت‌های شخصی هست که در واقع اون امنیت شغلی به این موارد خیلی وابسته است. و حالا چیزهای دیگه که مؤثره، تحصیلات، سابقه کار یا در واقع بعضی از این مسائل که بسیار مؤثر هستن توی این اهمیت امنیت شغلی. من یه در واقع یه قسمتی رو برای شما میخونم و این در مورد حق بر اشتغال. خب این که میدونیم این یک حق شهروندی هست برای تمام افراد یک جامعه و اون هم در واقع یه حقوقیه که بین برای هم دولت هم ملت تکلیف شده، یه تکلیف سلمی هستش و به این در واقع به این معنیه که دولت و مردم نباید حالا هم اشخاص رو از شغل مناسبشون محروم کنن و هم که تکلیف دولت اینه که یه فضای ایجاد کنه، شرایطی رو فراهم کنه برای اشخاص که برای ایجاد شغل. حالا ما بسیار شنیدیم در واقع از مسئولای کشورمون، از مسئولای دولت که گفتن که خب این وظیفه دولت نیستش که بخواد شغل ایجاد کنه برای مردم، اما در واقع اگه بخوایم کلی‌تر به این موضوع بپردازیم، در واقع وظیفه دولت توی این شرایط حالا بهبود بخشیدن به فضای به اشتغال در کشور، چون که فضایی رو فراهم کنه که اشخاص شایسته و مستعد به شغلی که در واقع مایل هستن رو انجام بدن اون فضا فراهم بشه. توی قانون اساسی ما اصل 19 و 20 قانون اساسی هم که میدونیم که خب این نوشته شده که مردم دارای حقوق مساوی هستن و به طور یکسان در حمایت قانون قرار میگیرن. حالا ما اگه این حمایت قانونی رو بیاریم توی در واقع بخش هنر و هنرمندان و بخوایم اون رو بهش بپردازیم، خب خیلی مسائل دیگه ای رو باهاش روبرو میشیم. اول از همه این که
در حمایت قانونی برای هنرمندان، همونطور که میدونید ما این حمایت رو به طور کامل از طرف دولت نداریم و هنرمندان ما واقعا دچار شرایط نابسامانی هستن و در واقع این وضعیت، این حالت خیلی ضعیف هست در بین هنرمندان ما. و اینکه حالا اولین چیزی اگه بخوایم، چون ما فقط هنرمندامون هنرپیشه‌های یا هنرمندان تئاتر و سینما اینا نیستن، به هر حال ما هنرمندانی داریم که کارهای مثلا مثل قلمزنی انجام میدن. ببخشید یه لحظه اجازه بدید من این صدای تلگرامم رو قطع کنم. بله، عرض می کردم که کارهای هنری دیگه انجام میدن، مثل نقاشی انجام میدن، قلم زنی انجام میدن، که خب وقتی بخوایم در واقع پای صحبتهای این عزیزان بشینیم گله بسیار دارن، چون همونطور که خانم جهانبین در سخنرانشون اشاره کردن به این موضوع، مافیای زیادی در واقع دست دارن تو این قضیه و من فکر میکنم که همونطور که ایشون گفتن اگه بخوایم به کسایی که کارهای هنری به این صورت انجام میدن توجه کنیم، خب بسیار ارزان ازشون خریده میشه و در بازارهای داخلی یا بین المللی توسط واسطه هایی که وجود داره گرون فروخته میشه، اما حق اون هنرمندی که اون زحمت رو کشیده و اون اثر رو در واقع تولید کرده بسیار ناچیز هستش در این زمینه. و حالا در واقع نداشتن اون امنیت شغلی هم در کشور باعث چه چیزی میشه برای مردم، در واقع چه اثراتی داره؟ خب وقتی امنیت شغلی وجود داره، احساس رضایتمندی از شغل وجود داره، احساس رضایت از زندگی هست، میشه گفت که آرامش هست، چون به هر حال نداشتن شغل یا ثبات، نداشتن ثبات شغلی بسیار استرس زا هستش و این باعث میشه که تشنج و استرس در زندگی افراد زیاد باشه و به این صورت خب اون جو و اون آرامش که باید در جامعه برقرار باشه به طور بسیار زیادی از بین خواهد رفت. و با امنیت شغلی خب اون رضایتی که باید انسان‌ها داشته باشن از زندگیشون و اون برنامه‌ریزی که برای آینده‌شون باید داشته باشن، خب این خیلی ساده تر میشه و متاسفانه ما، کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا وضعیت بسیار بسیار ضعیفی داره. خوشحال میشم که دوستان اگر به تمایل داشته باشند در مورد امنیت شغلی و حالا جایگاه هنر و حالا هنرمندان نظراتشون رو عنوان کنن و دوست دارم بدونم که از دید شما دوستان امنیت شغلی چی هست و چه چیزی رو شما به عنوان امنیت شغلی میدونید. خب ظاهرا دوستان نظری ندارن در این مورد، درسته؟ اینجور که من متوجه شدم. خب میریم سراغ قانون کار در ایران و من میپردازم به آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی در کشور. ببینیم که اینا یه بررسی کنیم ببینیم چه آسیب‌هایی داره. یکی این که باعث چند شغل شدن و افزایش شغل کاذب میشه. دومی که درصد اشتباه و خطا رو در واقع در وظایف زیاد میکنه و همچنین افزایش فشارهای عصبی یا خستگیهای ناشی از اون. رشد تخلفات اداری زیاد میشه و در واقع کاهش انگیزه معاشرت، خلاقیت، ابتکار و حتی کشف و نوآوری.
میشه و همینطور افزایش رفتارهای تخریبی که هر کدوم به اینا من فکر کنم قابل بحث هستش و میشه بهش بپردازیم. از آسیب‌های دیگه که واقعا تاثیر خیلی زیادی میذاره در نابسامانی و از همگسیختگی در خانواده هاست و افزایش جرایم اجتماعی و اقتصادیه، پایین اومدن اعتماد به نفس هستش و کاهش بهره‌وری و بازدهی کاری و حالا در واقع ضرر و زیان‌های مادی و معنوی که در پی خواهد داشت. این در واقع آسیب‌هایی هستش که به علت نبودن امنیت شغلی شامل حال یک جامعه و مردم اون جامعه میشه. اما در مورد هنرمندان اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب این چند تا نکته‌ای که در این موضوع بود میشه کاملا اونو بررسی کرد. ببینید اکثر هنرمندای ما حالا از تئاتر و سینما هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، این که هنر واقعا یک شغل نیستش در کشور ما، حداقل به عنوان شغل انتخاب نمیشه، یعنی کسی نمیتونه اینو انتخابش بکنه بگه و من شغلم هنرمند هست، به خاطر اینکه ما همیشه هنرمندامون، حالا بازیگرامون و حتی همون تئاتر که کار میکنن، باید قرارداد کاری داشته باشن، یعنی برای یه کاری انتخاب بشن که بتونن اون کار انجام بدن. ما بعضی از هنرمندا رو داریم که مشغول به کار هستن و حالا قراردادهایی رو دارن، خب این اطمینان رو دارن، اما بسیاری از هنرمندامون شاهد این هستیم که سالهاست کار هنری نداشتن، تا یه حدی هم میشه بگیم که فراموش شدن. خب به نظر شما اینجور افراد اگر با یک قرارداد کاری بتونه مثلا یک مبلغی رو دریافت کنه به عنوان دستمزدش، آیا میتونه اون رو پیش بینی کنه برای مدتی که کار نداره، حالا ممکنه 6 ماه باشه، 1 سال، 2 سال یا هر چقدر، و این پولی که حالا اون میگیره رو نمیشه آدم فکر بکنه بهش که میتونه باهاش 6 ماه، 1 سال یا چند سال رو باهاش زندگی کنه. پس در نتیجه در کنارش مجبور هستن اکثر هنرمندای ما شغل دومی داشته باشن. به این دلیل خب ما هنر رو در کشورمون در واقع شغل نمیدونیم، حتی از دیدگاه خود هنرمندان هست و اکثر هنرمندامون هم اگر دقت کرده باشی مشاغل دیگه ای دارن، حالا شاید دوست نداشته باشن اون کار رو انجام بدن، ولی در واقع چاره ای نیست، حالا از رستوران، کافی شاپ یا خیلی کارهای دیگه هست که شاید حالا از اون شهرت هنری خودشون هم در این زمینه استفاده میکنن و این باعث میشه که یک رونق کاری در این جهت هم داشته باشن. از طرف دیگه هم خب یک حمایت دولتی ما از هنرمندان نداریم که همونطور که در اول صحبت ها عرض کردم خدمتون، حمایت دولت از مشاغل مختلف خب خیلی اهمیت داره، اینکه دولت بیاد حمایت کنه و اونا رو تحت حمایت خودشون قرار بده خیلی اهمیت داره. ما یه چیزی حدود 85,000 هنرمند داریم که یکی از حمایت‌هایی که دولت باید انجام بده برای هنرمندان بیمه هستش، که به هر حال ما می‌دونیم هنرمندان اتفاقاتی براشون می‌افته در کار هنری، امکان تصادف هست، امکان زخم شدن هست، شکستگی دست و پا هست و خطرات بسیار، حالا اینا برای هر کس ممکنه اتفاق بیفته، اما ما از لحاظ بیمه برای هنرمندامون حمایت دولتی رو در واقع نداریم. دوستان من اصلا نمیخوام سخنرانی داشته باشم در واقع تو این جلسه و من به نکاتی اشاره میکنم و دوست دارم که شما در واقع توی این بحث مشارکت داشته باشیم و بیشتر شما رو بشنویم، چون که من هدف سخنرانی ندارم در این زمینه. اگر که نقطه نظری دارین خوشحال میشم که شما رو شنوا باشم. بسیار عالی. بله آقای پورمند گرامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم مایکتون بسته شد. صدای من هستش نه؟ خانم بیژندی؟ بله بله دوباره بله الان باز مایکتون بفرم. من در مورد اون مبحث اولی که فرمودین گفتید که بحث امنیت شغلی، امنیت شغلی یه زیرساخت داره، زیرساختش برمیگرده به اقتصاد و نظام سیاسی که این اقتصاد رو بنا میکنه و اون زیربنایی هستش اون مسئله. اصلا بحث فردیت نداره. فردیت زمانی خیلی رول مهمی رو بازی میکنه که شما بله تحصیلات دارید، الان اون زیرساخت لازم نظامی و او به اصطلاح اون نظام سیاسی منظورم و نظام اقتصادی فراهم شده و اون جایگاه های شغلی ایجاد شده و شما میتونید به جایگاه مورد نظرتون دست پیدا کنید یا تلاش کنید که حداقل توی اون آیندهتون توی چند سال آیندهتون دست پیدا کنید بهش. در جامعه ما فعلا همه چیز برمیگرده، یعنی ریشه ای که بخوایم نگاه کنیم، حالا بحث نه فقط هنرمندان، بحث تمام مشاغل برمیگرده به سلیقه، برمیگرده به موارد که خصوصی شده و این چیزایی که همش برمیگرده به سیاست، یعنی متاسفانه نشأت گرفته از سیاسته و بخاطر همین هستش که ما الان نه یک کارخونه آباد داریم، نه یک دونه هنرمند سالم داریم. سالم علاوه این که منظورم سالم داریم یعنی اینکه فقط هنرمند باشه. مثلا اینجا از یه نفر میپرسه شغلت چیه، میگه من گیتاریستم، اون تموم شد دیگه، این طرف گیتاریسته، حالا کنسرت میره کار میکنه، از اون انجمن و فرآینایی که داره استفاده میکنه. ولی توی ایران همچی چیزی صادق نیستش و الان اگر که خانم مرزی هم نظرشون رو بدن ممنون میشم، چون که قطعا ایشون ایران هم داشتن کار میکردن توی حوزه آموزش مثلا ساز یا حالا یادگیریش، میدونن که خیلی از محدودیت ها وجود داره و هیچ وقت نمیتونن حتی به خانواده خودشون بگن من میخوام موزیسین بشم و این چون اون زیر ساختش فراهم نیست. نه فقط بحث هنرمندا هستش و موسیقی و یا هر چیز دیگه، این زیر ساخت یه مقداری نامفهوم و یه کمی تاریکه، به خاطر همین توش خیلی اتفاقایی میفته که همه میمونن. حالا در مورد شغل دوم هنرمندان که شما گفتین، بله خب حق کاملا حق دارن، کاملا حق دارن، چرا رستوران نداشته باشه، چرا از شهرتش استفاده نکنه، یه کافی شاپ نزنه، چون که شما یه بازی مثلا میکنه، به قول شما فرمودین که آقا این تا کیشو باید بازی زمانیشو نگاه کنه که این قرارداد بگیره، برای چند مدت بعدش باید حساب کنه، چون این یه مقداری سخت از تخمین زدنش، پس رو میارم به یه درآمدی که ثابت باشه و مشخص. و به نظر من فعلا در حال حاضر این وسط هیچ تحصیل شامل حال کسی نیست و بیشترین مشکل، مشکل زیربنایی سیاسیه که وارد اقتصاد میشه و اقتصاد روش این کارخونه و هنرمند و نمیدونم سینما و اینا هستش که شک میگیره و اینا همه مشکل دارن و ریشه اصلی اونجاست. ممنون که وقت در اختیار من گذاشتید. ممنونم آقای پورمند عزیز. بله به نکاتی اشاره کردین که دقیقا درسته و همطور هم که من خدمتون عرض کردم گفتم فاکتورهای اقتصادی در واقع همون زیرساختهایی که شما میگین همون حمایت دولتی میشه، در واقع همون کاری که وظیفه دولت هست در ایجاد اشتغال یا ایجاد فضا برای اشتغال. خانم مهدی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از صحبت‌های آقای پورمند و شما خانم بیژندی. بله متاسفانه این زیربنای این کار باعث میشه که این امنیت شغلی توی همه زمینه‌ها از بین بره، اونم مخصوصا هنر که هیچ اهمیتی بهش داده نمی‌شده و کسایی، هنرمندایی که مثلا درس خوندن و این رو به عنوان شغل این راه رو انتخاب کردن، روش پلن ریختن و هزار تا برنامه روش چیدن، هیچ وقت نمیتونن به اون هدفی که میخواستن برسن. میرن جلوتر میبینن که
اصلا نمیتونن برای آیندهشون برنامه ریزی کنن و کسی که هنرمنده و واقعا عاشق هنره کار دیگه ای رو نمیره شروع کنه یاد گرفتن، فقط هنر هنر، و این باعث میشه که اون هنرم براش سودی نداشته باشه و از لحاظ روحی ضربه ببینه و اون زندگی و هدفی که تو فکرش بوده برای این راه به اون متاسفانه نرسه. خیلی از هنرمندای ما الان تو کشور خودمون با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن متاسفانه، هیچ حمایتی هم که ندارن در واقع. من مایک رو رها میکنم، سپاسگزارم از شما. سپاس از شما خانم مهدی عزیز، مرسی از مشارکتتون. دقیقا درست میگین دوستان، و اما یکم بهش ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم ببینیم مشکل از کجاست. حالا در واقع هر جا که ما میریم تو هر زمینه شغلی ما نگاه میکنیم همه یه جورایی دست و پنجه نرم میکنن با این مشکلات، چون الان دقیقا نمیشه بگیم فقط هنرمندان درگیر این مسائل هستن، کل جامعه از هر شغلی که فکر کنید، حتی کسایی که کارخونه دارن کارهای تولیدی دارن انجام میدن، حالا یا کارآفرینی، به هر حال همه به اون اقتصاد بیمار و واقعا ضعیفی که الان در جامعه ما هست درگیر هستن، دوچار شدن واقعا. و اما خب ما اینجا اختصاصا خواستیم فقط به علاوه بر این که بدونیم چه مشکلاتی هست به موضوع هنرمندان بپردازیم، که خب یه قشری از جامعه هستن که شاید نسبت به بقیه اقشار جامعه آسیب پذیرتر باشن در این زمینه اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، چون همونجور که عرض کردم خدمتتون ما تو هنرمندامون 85,000 نفر عرض کردم خدمتتون که فقط 41,000 نفر بیمه هستن، بیمه دولتی. خب اینها زمانی که به سن بازنشستگی هم برسن هیچ پشتوانه ای ندارن، یعنی واقعا یه چیز وحشتناکه که کسی حتی سالها کار کنه کم یا زیاد و در آخر به یه سنی برسه، مثل آقای رویگری که شناخته شده است، همه میدونیم به حال یه تایمی کار کرده، یه هنرمندی بوده که خب محبوب بوده برای خیلی ها، و اما توی این سنی که الان هست به عنوان یک شخصی که حالا پا به سن گذاشته و شرایط مناسبی هم واسه کار کردن نداره، اگه واقعا حمایت مردم نبود تو این زمینه چه اتفاقات بدی برای اون شخص افتاده؟ نه پشتوانه مالی داشته، نه بیمه، نه بازنشستگی، نه یه چیزی که بتونه ازش استفاده کنه. اما دوستان من یه سوال دارم، اگر که دوست داشتید میتونه جوابش رو بدین، اگر نه حالا من ادامهش میدم. این که در واقع ریشه این قضیه که چرا هنر توی کشور ما جایگاه مناسبی نداره، حالا چه از نظر شغلی یا از هر نظر دیگه، یعنی چه اتفاقی افتاده، چی شده، این چه ارتباطی داره در واقع با مردم اون جامعه که بخوان نقش و هنر رو نشون بدن در کشور و بهش اهمیت بدن، چه چیزی کمه توی کشور ما، ریشه ای اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، ما یه نظری دارید نسبت به این مسئله؟ بله آقای پورمند فرمایید، خواهش میکنم. ممنون که دوباره وقت در اختیار من گذاشتید. یک کلمه هست فقط، ایدئولوژی اسلامی. وقتی که ایدئولوژی اسلامی وارد هر مبحثی میشه، حالا مختص الان مبحث هنر میشه، یه سری تفکیک انجام میشه. حالا بحث تفکیک جنسیتی یک سمتش، تفکیک الهاز عقایدی یک سمته، که حالا اون کسی که میخواد بیاد حتما برنامه رو اجرا کنه، اون کسی که میخواد کار کنه حتما با تو این چارچوب باشه، و اینها باعث میشه که به تبع هر چیزی که جلوتر میریم اینقدر فیلتر میشه که آخر کار نگاه میکنیم میبینیم ما توی کل تلویزیون مثلا 50 تا 100 تا بازیگر ثابت داریم و تمام، و هر کسی که میخواد وارد بشه حتما باید یه سری فیلتر خاصی رو بگذرونه،
و این باعث به وجود آمدن همون فساد و باندبازی و اون مسائل بدتری که خود مردم هم دامن میزنه. مردم منظورم اون دست اندرکارایی که تو تلویزیون توی به اصطلاح رسانه ها یا اون تلویزیون های خانگی و این چیزا هستن دامن میزنن به قضیه و بدتر میشه چون دست به اونا بازه برای این کار. و این فقط یک دونه ایدئولوژی هستش که این اتفاق میفته برای کل این سیستم هنرمندان. این نظر شخصی من. ممنونم آقای پورمند، متشکر از مشارکتتون. خانم مهدیه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. من یه مسئله دیگه رو بگم که هنر ما جزء مهمی از فرهنگ ما هست. ما هم فرهنگ بسیار دیرینه ای داریم، تمدن بسیار خوبی داریم و متاسفانه مسئولین ما خیلی هدف این رو دارن که فرهنگ ما رو از بین ببرن، چیزی که قبلا بودیم رو از بین ببرن و فرهنگمون رو فاسد کنن. همونطور که سینما دیگه مثل قبل نیست، صدا و سیما مثل قبل نیست، هنرمندا اکثرا دارن حکومتی میشن و هنرمندای مردمی کاملا دارن حذف میشن. اینها همه باعث میشه که به این پی ببریم اینا قصد دارن که فرهنگ ما رو از بین ببرن و اون هنری هم که توش بسیار توی فرهنگ ما تاثیرگذار هست رو کاملا حذف کنن و یک هنر فاسد جایگزینش کنن. سپاسگزارم. ممنونم خانم مهدی عزیز، به نکات درست دقیقا اشاره کردین. اون بحث ایدولوژی و اینکه اصلا جمهوری اسلامی یه اسمی هم گذاشتن که این اسم اصلا در واقع جور در نمیاد، اون هنری که هنر اسلامی خودشونه، یعنی اون چیز ساختگی خودشون که حالا یه جوری مربوطش کردن هم به اسلامی بودن که بتونه از این طریق هم حالا کارشون رو انجام بدن. خب اینی که میگید شما کاملا درسته، به خاطر اینکه اصلا نگاه جمهوری اسلامی به هنر صفره، اصلا نگاهی نداره در واقع به این مسئله و هدفی هم نداره برای اینکه بخواد گسترشش بده و فرهنگ سازیش کنه، یعنی جوری بشه در جامعه که بشه استقبال بشه و هنر مطرح بشه در کشور. و به خاطر همین به طرق مختلف که حالا باز در ادامه حتما میگم خدمتتون، میاد جلوی این کار رو میگیره. آقای منیری عزیز شما رو بشنویم، در خدمتتون هستیم. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. سلام مجدد دارم خدمت بقیه همه همکاران. اتفاقا من همیشه برام سواله، حالا شاید واقعا این سوال جایگاهش اینجا نباشه و یه مقدار ناراحت کننده باشه. صدای من که اوکی هست؟ بله؟ بله بله. ممنون. این که حالا راجع به امنیت شغلی که بخوایم صحبت بکنیم، میخوام ببینم واقعا توی کشورهای دیگه این امنیت شغلی دقیقا چجوری تعریف میشه؟ آیا هنر رو دولت‌های دیگه، کلن حکومت‌های دیگه جز نیازهای مردم میدونن یا مردم صرفاً از هنر استقبال میکنن و جز نیازهای خودشون تعریف میکنن؟ نمیدونم سوالمو تونستم درست مطرح بکنم. در واقع اقبال از هنر و پشتیبانی از هنر به صرف اقبال مردمیه یا نه حکومت‌ها هم حالا پشت هنر هستن؟ حالا از یه طرف دیگه دوباره یه سوال دیگه مطرح میشه، این که اگر بخوان حکومت‌ها پشت هنر باشن به خاطر مسائل فرهنگیه یا صرفاً به دلایل سیاسی پشت هنر اگر بخوان بایستن این کار رو انجام میدن و ازش پشتیبانی میکنن. عرض کردم من همیشه برای خودم سواله که هنرمندا توی کشورهای دیگه میبینیم که مردم از اونها استقبال میکنن، اما واقعا یک هنرمندی که شاید مورد اقبال عمومی قرار نگیره دولت ازش پشتیبانی میکنه که اصلا کلا این مسیر پیشرفت جلو بره و
مورد اقبال قرار بگیره، مورد توجه مردم قرار بگیره. مرسی بابت وقتی که بنده دادید. عرض کردم من الان بیشتر حالا عذر میخوام که سوال مطرح میکنم تا اینکه بخوام نظری بیان کنم. مرسی. آقای مانری همیشه با سوالاشون به چالش میکشن. خب دوستان، در مورد سوال آقای مانری اگر که دوست دارید، بله آقای پورمن بفرمایید، خواهش میکنم. آقای منیری سوال پرسیدن سه تا بخشش اگه من درست یادداشت کرده باشم. یکیش این بود که تعریف امنیت شغلی تو کشور دیگه چیه. ما نمیتونیم خیلی جامع و عمیق مثل توی ایران بخوایم راجبش بحث کنیم، چون اونجا شما درس خوندید، دانشگاه رفتید، یا حالا در هر حال یه کاری رو داشتید انجام میدادید و به لایه‌های داخلی جامعه دسترسی داشتید و اطلاعاتتون کافی بود. این نکته اول. حالا نکته دوم اینه که حالا با اون اطلاعات سطحی که در طی چندین سال آدم میتونه داشته باشه تو زندگی کردن یه کشور دیگه، من به اینجا رسیدم که توی جایی که الان هستیم، توی حالا شاید دوستان نباشن ولی توی آلمانی که الان هستن دوستان، چیزی رو که من دیدم اینه که شما دغدغه اینو نداری که حالا فارغ از هنرمند یا صنعتگر، دغدغه اینو نداره که شما بخوای پولتو نقد کنی. شما وقتی میری سر کار، هر شرکت برای خودش یه تایم داره، ششم تا ششم اتوماتیک ساعت 4 و 2 پول تو حسابته. توی ایران بالغ بر ده ها بعد چک من دارم هنوز که هنوز چکه، مال کس فقیری هم نیست، مال حساب کارخونه است. و اینو میخواستم، این یه نکته شه خیلی ساده، یعنی شما حتی یه کار هنری ساده داشته باشی، طرف نمیتونه اون هزینه شما رو نده، یا اینکه بخواد شما رو به اصطلاح معروف بخواد دور بزنه. این یه نکته شه. یه سوال، یه بخش دومش این بود که شما فرمودین که این هنرشون به که سیاست مدارا حالا یا اون نظام حکومتیشون میان از هنر به اصطلاح حالا پشتیبانی میکنن یا هنر رو اجازه میدن که انجام بدن کارشو که حالا اون هنرمند فعالیت داشته باشه، بیشتر به خاطر فرهنگی یا سیاسی؟ خیلی واضحه به خاطر دوتاشه. هیچ کس نمیتونه برخلاف اون چیزی که همه میگن، میگه فقای هایت ماینون داریم ما نمیدونم فلانه، ولی بسیار بسیار شما نگاه کنید توی بحث، یه جمله کوتاه میگم یه کمی بریم بیرون بعد برمیگردیم، پرانتز کوتاهیه. توی بحث کرونا رو شما نگاه کنید، میگن آلمان کشور آزادیه، ولی آیا خود همین آلمان نیومدن که واکسن رو به یه نحوی به زور و اجبارش کنن؟ من به شما میگم چرا، انجام دادن. چجوری؟ خیلی ساده، اومدن گفتن ما از فلان تاریخ تست اشنل تستمون رو میکنیم پولی، میشه 15 یورو 10 یورو یا فلان، و این مدت هم پولی بود، هزینه می گرفتن و باعث شد خیلی ها برن واکسن بزنن و اون کار رو انجام بدن، در صورتی که هیچ کلمه بایدی هیچ چیزی ننوشته بود که آقا مثلا اینجا این فیلیشته، نه آزاد بودن. این سیاسیه. حالا این که گفتم خدمتتون ربطش به موضوع ما چیه، میخوام بگم خدمتتون که نظام حاکم بر یک کشور هیچ وقت هیچ چیزیش بدون سیاست نیست. این نقطه تمام. حالا بحث هنر و هنرمنداش هم همین، هیچ وقت یه هنرمند نمیتونه به سادگی بولد بشه و بیاد بالا. یه جاهایی توی یه کشورهای خاصی مثل کشوری که حالا خیلی از دوستان صمیمی هم توی آمریکا زندگی میکنن و اونجا اصلا سبک زندگیش با سبک زندگی اروپا کلا متفاوت هستش، یعنی شما اونجا بحث هم لحاظ اقتصادی هم لحاظ سیاسی بسیار متفاوت. هنرمنداشون هم دقیقا همینجوره. نگاه کنی بزرگترین هنرمندا و موفقترین هاشون همیشه از اونجاهایی پا میگیرن که نظام سیاسیش یه مقدار باز گذاشته دستو. شما خیلی خواننده های قدر و بزرگی رو نمیتونید ببینید توی حتی تو اروپا، اروپا شاید به تعداد انگشتای دست. بیشتر اونا برمیگردن توی آمریکا هستن اکثرا، یا دو سه تاش توی کانادا مثلا شکل میگیره. این جواب اون تکه از صحبتتون بود که فرمودین هنرشون به اصطلاح حمایت میکنن بیشتر به خاطر فرهنگی یا سیاسی. من به شما میگم به طور قطع سیاسیه و فرهنگیه، یعنی اول سیاسی بعد فرهنگی.
یه تیکه دیگه هم داشتش، من صحبت رو سریع کوتاه میکنم. فرموده بودین که این هنرشون واقعا چجوری حمایت میشه، از کجا تأمین میشه؟ خب توی ایران هم همینجوره، توی همه جای دنیا همینه، به صنعت و هنر و سینما بودجه داره و این بودجه ها تعیین توی اون حالا سنا یا توی مجلس تصویب میشه و ردیف بودجه داره. حالا این بودجه چجوری، کجا و توسط چه کسی چجوری خرج بشه، اون دیگه بحثش علاقه است. این ببخشید من خیلی هم حرف زدم، این جواب این سوالی بود که من به ذهنم میرسید برای منیری در خدمت. سپاسگزار جناب آقای پورمن. بله آقای منیری بفرمایید. لطفا سوال تر نکنید آقای منیری. خب چرا؟ اتفاقا آقای پورمن خیلی نکته خوبی بیان کردن. ببخشید خانم بیرجندی. نه بفرمایید. نزاع بود فقط. اتفاقا آقای پورمن، من واقعیتش حالا آقای پورمن با آدمایی که در ارتباطن که حالا هم اروپا رو میتونن مقایسه بکنن هم آمریکا رو، اتفاقا من برای من همیشه سواله که چرا با این که موسیقی کلاسیک، موسیقی حالا موسیقی کلاسیک در واقع سرمنشأش از آلمان بوده، از سوئیس بوده، از اتریش بوده، از کشورهای آلمانی زبان بوده، اما در حال حاضر جایگاه اونچنانی توی موسیقی نداره توی دنیا. و اتفاقا الان آقای پورمن فرمودن که به خاطر یک سری آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های بیشتر، و من بیشتر اتفاقا برام سوال پیش اومد، فرمان بیزنی متاسفم، بیشتر برام سوال اومد تفاوت کشورهای اروپایی توی عرصه هنر با کشورهای مثل آمریکا مگه در چیه که شما میفرمایید خب اونجا تبلور هنر خیلی شدیدتر و بهتره. من اتفاقا حالا آقای پورمن این بحث شروع کردن، یعنی این مبحث رو پیش کشیدن، دوست دارم یاد بگیرم بیشتر. مرسی، ممنون، عذر میخوام خانم بیرجندی. خواهش میکنم آقای منیری. هیچ مشکلی نیست، به حال اینجا جمع شدیم همه که نظراتمون رو بگیم، سوال مطرح کنیم و دیدگاه ها رو بشنویم. آقای پورمن بفرمایید. خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه مختصر با هم دیگه راجع به مسئله چند تا جمله میگم و چون فکر میکنم خیلی وقت از جلسه هم داره میگذره دیگه، دوستان خسته شدن. نگاه کنید، شما وقتی که نظام سیاسی حاکم بر یک کشور نگاه میکنید، مشخص میکنه که اون کشور تو چه سمت و سوی داره حرکت میکنه و مردمش چجوری میتونن زندگی کنن. خیلی ساده است، نظام سوسیالی که وجود داره توی کشورهای اروپایی، یعنی شما توی یه حدی میتونی رشد کنی، اوکی، از یه حدی هم فقیرتر نمیشی، ولی این فیما بین میمونی. شما اینو که دارم خدمتتون میگم نه راجب شمای هنرمنده، نه راجب اون آقایی که مثلا فقط موسیقی کار میکنه، راجب صنعتگرش هم همینه. شما درآمد و حد و حدود خرج و دخلت میشه این هم، ولی چرا اکثر که نه، به قاطعیت میشه گفت که تمام بیزینس های دنیا، تمام استارتاپ های دنیا توی آمریکا داره شکل میگیره؟ چون که توی آمریکا اگه شما وایسی کار کنی پای کارت، کسی نمیاد شب بهت بگه وایسی بیا به جای 37% مجردی بکنی 42% مالیات. این مسئله است و این توی هنر هم تاثیر میذاره، خیلی طبیعیه. من گفتم اول اون سوالی که پرسیده بودین، بحث هنر، نمیدونم اقتصاد، اینا همش برمیاره به سیاست، چون سیاست مثل یه اسکلتی میمونه که این دیواره هاش، ساختمون، اون به اصطلاح دیزاین داخلی و اینا میشه اون موارد هنر، اون یکیش میشه مثلا چه میدونم مباحث اجتماعی، اون میشه فلان اقتصادش، ولی اسکلت اصلی، اون استراکچر اصلی اقتصاده، اون ببخشید نظام سیاسیه، بعد میشه اقتصاد و هنر و فلان این چیزا. اونجاهایی هم که الان مثلا توی آمریکا، من مثالشو میزنم چون حالا یه کمی اطلاع دارم از دوستان میتونم، چیزی که هستش به خاطر اینه که اونا انقدر دست طرفش بازه که مثلا الان شما میبینید مثلا طرف خونه مایکل جکسون چند ده میلیون دلار، میلیارد دلار، اصلا هم الان داره خرید فروش میشه،
یعنی اینقدر اینا دستشون بازه. الان شما کجا میبینید زندگی به این لاکچری توی این تو همین آلبانش؟ به خدا من فقط به جز زیر پای این ترکا یا اونایی که دارن یه کمی خلاف میکنن ماشین خوب نمیبینم، زندگی خوب نمیبینم. خوبه زندگی خوب یعنی زندگی که شما دغدغه نداشته باشید، نمیبینم. اینا همه از سن کوچیکی فقط یاد میگیرن، میگن کار کنید تا سنی که دیگه پیر میشه هنوز داره میره از فکر اینه که یه رنت فیزیش اونی بگیره و فلان. حالا من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم جناب پورمند، درست فرمودین. منم نظرم در واقع همینه آقای منیری، که خب به حال آمریکا به عنوان یکی ابرقدرته و در صنعت و تجارت دنیا خب نظام سرمایه گذاریه و اکثرا، یعنی اکثرا که نمیتونم، درصد خیلی زیادی شرکت های تجاری، بیزینس های بزرگ در دنیا، و حالا اگه بخوایم از نظر هنر حساب بکنیم، بسیاری شرکت های فیلم سازی و یا حتی آهنگسازی و موسیقی در آمریکا مستقر هستند و سرمایه گذاری رو انجام میدن. و خب به حال این یه چیزی هست که در تمام دنیا من فکر میکنم همه میدونن، به حال ورود به دنیای هالیوود و حالا اون شرکت های سرمایه گذاری که این کار رو انجام میدن بسیار خوب آرزو هست برای خیلی از هنرمندایی که در کل دنیا زندگی میکنن. مثلا شاید کسی نمیدونم مثلا اینجوری نباشه انقدر که درگیر باشه بخواد توی یه شرکت موسیقی، به طور مثال میگم، مثلا در آلمان یا فرانسه کاری انجام بده و اون مطرح بشه، اما میدونه که مثلا با یک شرکت آمریکایی یک راه 100 ساله رو میتونه یک شبه طی بکنه. اما در مورد سوال اولی که پرسیدین، خب من یه توضیح کوچیکم بدم. در واقع حالا نظر من به این صورت هست که خب در کشورهای پیشرفته بخش خیلی زیادی از آموزش هنر، حالا مقطع ابتدایی تا مقطع دانشگاه، اینا مثلا حالا تو موزه ها توی موقعیت های هنری انجام میشه. اونا در واقع از ابتدا روی نسلشون توی زمینه هنری کار میکنن. حالا ممکنه هم بزرگشن، فارغ التحصیل بشن، هنرمند نشن، اما یه درکی از هنر پیدا میکنن. خب این خیلی مهمه، ما تو کشورمون این رو نداریم. یعنی از دوران ابتدایی و تحصیل که من همیشه تو اکثر چیزا اشاره میکنم به سیستم آموزشی اشتباهمون، اون درک رو برای افراد اون جامعه اگر از همون دوران پرورشش بدن، حالا اون شخص هنرمند هم نشه اما این درک رو داره، پس به عنوان یک فرد توی جامعه از هنرمند جامعهش به خاطر درکی داره اون حمایت رو میکنه. حالا آقای پورمن نظرشون روی سیاسی بود، حالا من نظرم از این بابت روی فرهنگی اینه که تأثیرش رو به این صورت میذاره که اون حمایت در واقع میشه از اول حمایت دولتی میشه که میاد نسلی رو پرورش میده و در انتها میشه اون حمایت از طرف خود جامعه. بفرمایید آقای منیری، خواهش میکنم. خانم بیرجندی، شما فرمودید که اگر هنرمند نشه، خب من میخوام اتفاقا اینو بپرسم، اگر یک شخصی وقت و انرژیش رو میذاره برای یک هنری و خب توی عرصه‌های دیگه وارد نمیشه و قرار نیست به سرانجامی برسه، قرار نیست هنرمند بلدی بشه که حالا از اون هنر درآمدی کسب بکنه، خب این به نوعی من خودم به شخص اینو عدم امنیت شغلی میدونم. یعنی خب این شخص دارم میگم زمان گذاشته، وقت گذاشته و نتونسته به اون جایگاه برسه. شما اینو چجوری میتونید توجیه بکنید؟ اینکه حالا فقط درک داشته باشه، یه درک داشته باشه نسبت به یه هنر که به قول معروف ببخشید عذر میخوام اینجوری میگم براش آب و نون نمیشه. جایگاه این انسان ها چیه؟ خب من از یه طرف میخوام بگم که اگر اینجوری نگاه بکنیم، باز روی کرد جامعه به هنر من بهش حق میدم، میگم آقا اگر قراره از 10 نفر فقط 5 نفر اصلا بگیم 5 نفر بولد بشن و به یک درآمدزایی برسن،
خب مردم حق دارن که به سمت هنر روی کردی نداشته باشن و اقبال عمومی نداشته باشه، حداقل به شکل حرفه‌ای، اینکه آموزش ها از همون ابتدا به شکل حرفه‌ای صورت بگیره. منظورم چیه؟ منظور اینه که اون شخص دیگه از ابتدا فقط به هنر نپردازه. نه، در دوباره برمیگردیم به اون تعاریفی که در گذشته داشتیم، میگفتیم که هنر، حالا نه فقط هنر، حتی من واقعا راجع به توی کمیته ورزش هم که هستم، همیشه هنر و ورزش رو کنار یک چیز دیگه میدونن، همیشه فرعی هست و به عنوان یک چیز حرفه‌ای دیده نمیشه. خب اینا همه در صورتیه که به اون شهرت برسن، به اون محبوبیت برسن یا به اون قهرمانی برسن. رویکرد جوامع دیگه چیه؟ حالا اتفاقا من واقعیتش خیلی اطلاعاتی ندارم متاسفانه تو این زمینه، اما خب توی فیلم ها میبینیم که مدارسی دارن که به شکل تخصصی به مسائل هنر میپردازن، اما آیا همه این انسان ها قراره اون توی اون هنر واقعا پیشرفت بکنن و اون زمانی رو که گذاشتن واقعا بتونن ازش بهره‌ای ببرن؟ خب وقتی درصد خیلی بالایی شکست بخورن، خود به خود اقبال عمومی هم از اون سمت رویگردان میشه. حالا اگر دوستان بنده رو توجیه بکنن خیلی ممنون میشن که چجور با این مسئله کنار میان. مرسی آقای پورمند. آقای منیری عزیز، اول خدمتون عرض کنم، من گفتم که در سیستم آموزشی کشورهای پیشرفته این کار رو انجام میدن، یعنی در کنار درس‌ها درس‌های موسیقی هم وجود داره، با هنر آشنا میشن. ما تو کشورمون، حالا من سوال شما رو یه جور دیگه هم میتونم از شما سوال بپرسم، ما تو کشورمون داریم قرآن و دینی و نمیدونم جغرافی و چه هزار تا چیز دیگه میخونیم. خب آیا اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم، در واقع در از نظر ماها درست نیست دیگه. ببینید، اونا ما داریم در واقع اینجا چیزایی رو یاد میگیریم که حالا اگه یه زمانی هم بخوایم ازش به عنوان یک کار و شغل استفاده کنیم، هم هیچ چی میگن بهش، هیچ تأثیری نداره، در واقع هیچ چیزی نداره برای ما. ولی اون کسی که هنر رو خونده در درساش، اگر علاقه‌مند باشه به هنر و بخواد رشد کنه و بزرگ شه، اون رو ادامه میده به صورت تخصصی. اما اگر نخواد، خب این رو میدونه و اون که من گفتم درکی از هنر پیدا میکنه، به خاطر که اون کشور میخواد که هنر و فرهنگ رو در کشورش این درک رو به مردمش بده و همه اینو به طور مساوی حالا داشته باشن. ولی اون کسی که به صورت تخصصی بخواد دنبال اون بره، طبیعتاً خب میره تو همون هنرستان ها، همون دانشگاه و همون رشته های هنری، حالا حتما موسیقی یا هنرپیشگی یا اینا نیست، میتونه فرش بافی باشه، نمیدونم نقاشی باشه، قلمزنی باشه، هزار تا چیزای هنری داری، میتونه بره به صورت تخصصی ادامه بده. آقای پورمنگ بشنویم شما رو. من اینو سوالی رو که پرسیدم من خدمتشون بگم، ولی اول یه کوچیک بگم خدمتتون. شما خانم بیژن فرمودین که توی مدرسه حالا هر کسی جغرافی میخونه یا دینی میخونه یا قرآن میخونه یا هنر میخونه، قرار نیست که صرفا استفاده کنی یا فلان، ولی این یه مسئله هستش که شما هر چی که اطلاعات داشته باشید برای زندگی شخصی خودتون بهتره. این اطلاعات از کجا جمع میشه؟ از کجا به دست میاد؟ از توی مدارس. و اون صحبتی رو که فرمودین گفتیم و اون صحبتی رو فرمودین که مدارس خیلی مهمه و پایه‌ای باید در موردشون بحث آموزش بود که گفتین که باید راجبش واقعا یه بازنگری بشه، من کاملا باش موافقم. این یه نکته. نکته دیگه راجب آقای منیری که فرمودن، یه چیزی بگم خدمت آقای منیری، توی ورودی دانشگاهی که من رفتم تقریبا حدود 30 خورده ای نفر دانشگاه فارغ التحصیل شدن، دانشگاه دولتی هم بوده. آیا من رشته فنی بوده، رشته برق بودم، آیا به همه اونا میگن مهندس؟ آره رو کاغذ مهندسم، ولی آیا واقعا مهندسم؟ مهندس تعریفش چیه از نظر شما؟ یا هنرمند تعریفش چیه از نظر شما؟ هنرمند کسی که فقط یه ساز بتونه بزنه؟ نه، هنرمند کسیه که بتونه توسعه فردیشو هم بده.
نه فقط یه سازی رو بزنه، نه فقط که بتونه یه آوازی رو بخونه، بلکه بتونه یه نوآوری، یه کار خاصی رو انجام بده یا حداقل اون کار بهتری باشه برای خودش. این خیلی مهمه، نه فقط توی بحث هنرمندا، تو بحث همون بحث رشته فنی هم همینه. شما وقتی که میای بیرون از دانشگاه یا اینکه داری کار می‌کنی، چجوری فرقی مهندس با یه مهندس دیگه؟ اون طرف رفته خونده، اطلاعات زیاد شده، داره کار میکنه، توسعه فردی داده خودش رو، رسیده به یه جایی که یکم خلاقیت از خودش نشون میده، خب مسلما بازار کار و جایگاه بهتری به دست میاره. البته که همه اینا برمیگرده به اون زیست ساختی که بهتون گفتم، ولی توی جای سالم این حاکم هستش. من در خدمت. بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای بومند. بفرمایید آقای منیر. تشکر، مرسی بابت پاسخاتون. من میخواستم اول این موضوع رو مطرح کنم. من سوالی که مطرح کردم کاملا گلوبال بود. من کلن داستان جمهوری اسلامی ایران رو کامل جدا میدونم، اصلا کلن توی بحثام نمیارم، چون برای بنده کلن جمهوری اسلامی ایران معلوم الحاله که چه روی کردی داره و به اندازه کافی راجع به این مسئله صحبت کردم. من بیشتر دوست داشتم حالا یه مقدار پا رو فراتر بذاریم. اما آقای پوربند به حالا خانم بیرجمند، اول در این سخنی که گفتم در واقع در جواب خانم بیرجندی بود که گفتم قرآن و اینها، بله من اصلا کلا با اون سیستم آموزشی کاملا مخالفم، با اون سیستم آموزشی که توی جمهوری اسلامی ایران هست. اما من بیشتر روی کرد بحث تخصصیه آموزش هنر بود. اما خب الان من یه سوالی از شما دارم آقای پورمند، شما الان این موضوع رو مطرح کردید، میخوام اینو بپرسم. ما باید این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که نیاز جامعه به حالا اون افرادی که اون حالا اون هیتر اون حوزه، حالا هر حوزه‌ای، حالا فنی یا هنری یا ورزشی دنبال میکنن، نیاز جامعه به اون افراد چقدر دقیقا. حالا به قول شما منم اتفاقا حالا برخوندم و اتفاقا میخوام بگم که همون چیزی که میگید چند درصدشون مهندسه توی جامعه سالم، مثلا توی یه جایی مثل آلمان اگر نگاه بکنیم، درصد خیلی بسیار تقریبا درصد فوق العاده بالایی از فارغ التحصیلا مستقیم جذب بازار کار میشن. اما آیا فارغ التحصیلای دانشکده های هنری جذب بازار کار هنری میشن به اون درصد بالا؟ من الان میخوام از یه طرف دیگه بگم، استقبالی که حالا از دروس فنی میشه شاید نیاز جامعه باشه، اما استقبالی که از حوزه های هنری میشه در اون حد نیاز جامعه هست؟ مثلا ما توی جوانها خیلی میبینیم، مثلا میگه که میخوام برم هنرمند بشم، میخوام برم نقاش بشم، میخوام برم موسیقی دان بشم، اما چند درصدشون تو اون هیته موفق میشن؟ و اصلا کلن سیاست دولت ها برای مقابله با، حالا من گاهی وقتا میگم با این جوگیر شدن، یعنی تب، اینجور بهتره بگم، با این تب خب چون اینا اشخاص هنرمند رو میبینن به خاطر شهرتشون، یه تبی بین جوونا و نوجوونا شکل میگیره که از این افراد سلبریتی پیروی بکنن. سیاست نظام ها با برای مقابله با این تب چیه؟ خب عرض کردم یک دفعه ای یک تعداد بسیار زیادی از جوونا دوست دارن وارد یه حوزه هنری بشن، اما خب نیاز جامعه در اون حد نیست. خب این خیلی زمانها باعث اتلاف زمان و عمر و انرژی خیلی از جوانها میشه. از کردم یه مقدار من این موضوع هنر رو متفاوت از حالا اون چیزی که شما فرمودید با بخش فنی میدونم. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. ممنونم آقای منیری. آقای پورمند صحبت میکنید شما؟ بله بفرمایید. یک کوچیک من بهتون میگم فقط و بعد به امید خدا برای جلسه دیگه باز مفصل راجع به بحث آزاد دیگه که باشه با هم صحبت میکنم.
مسئله که هستش فهمیدیم گفتیم نیاز جامعه رو به افرادی مثل مثلا حوزه های فنی یا حالا بحث صنعتی رو شما اینجور که من متوجه شدم جدا میدونید و میگید اونا شانس بیشتری رو دارن برای به دست آوردن یه حالا یه آینده ای و هنر یا هنرمندا کمتر میشه. نگاه کنید شما یه مسئله رو هیچ وقت فراموش نکنید. درسته که توی جامعه ایران اینه که میگن شما برو رشته فنی پول خوب در میاری. این از ضعف سیستم دولت هستش. دولت وظیفه داره بر اساس نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد جوانان و اون بازه‌ای که چقدر جوان وجود داره برنامه ریزی کنه برای توسعه جامعهش، توسعه به اصطلاح موقعیت های شغلیش، چه تو زمینه هنر، چه تو زمینه نمیدونم ورزشیش، چه تو زمینه موسیقیش. ولی وقتی که تو کشور ما اتفاق نمیفته و خیلی عظیمی از هنرمندا یا اونایی که علاقه دارن به زمینه بیکار هستن یا اینکه نمیتونن کار رو انجام بدن، این به نظر من انگوش اتهام به سمت اون فرد نباید گرفت که بگیم شما دوچاری تب شدی رفتی. اتفاقا هنر یه چیزیه، من فوق العاده از این که یه نفر جلوی من زنده حالا یا کنارم باشه یا اینکه بنوازه من بشنوم لذت ببرم. ولی شخصا آدم هنرمندی نیستم، نه نقاشی بلدم، نه نمیدونم موسیقی بلدم، نه سر در میارم، ولی لذت میبرم. این توی فطرت هممون هست و اصلا نمیشه منکرش شد که شما بگی الان راجع به اصطلاح اون بحث هنریا و یا اون بحث مثلا سینما و تلویزیون میرن مثلا تو اون کلاس ها. شما نگاه کنید تو جایی که بسترش فراهم بود و نیاز داشت، کلاس های بازیگری آقای سمندریان خیلی تهرون بولد شده بود و تمام این بازیگری بزرگی که الان دارن بازی میکنن همشون شاگرد اون کلاس بودن. پس قطعا اون لحظه آتش اون صدا و سیما وجود داشته، اینا رو کشیده و الان همین هم من دارم میگم اینا بستر رو فراهم نکردن. اینا بستر رو فراهم بکنن و اون زیر ساخت، بازم میگم اون سیاسی که باعث میشه این آزادی وجود داشته باشه، شما میخواد موسیقی کار کنی موسیقی کار کن و اون هنری که درون هر فرد هست یونیکه. یعنی شما نمیتونی بگی، هیچ وقت نمیتونی بگی صدای همایون شجریان مثل پدرشه، نیست. اون یونیکه، اونم یونیکه، دوتاش توی سبک خودش یونیکه، یعنی دوتاشون هیچ وقت نمیتونی مشابه هم. این با این دیدی که من دارم اینه. حالا البته این همش نظر شخصی ها، این نیست که شما بگید از دانشگاه آکسفورد تحقیق شده راجع به مسئله، نه اینا نظر شخصی من. فکر کنم خیلی طولانی شده. ممنونم آقای پورمند عزیز، مشکلی نیست، به حال مشارکت بحث آزاده خیلی هم عالیه. خب من هم در پایان در واقع با توجه به صحبت‌های شما خیلی کوتاه بگم، من هم حالا نظرم به این هست که باز در اون زمینه که سوال دومی که در واقع منیر پرسیدن، باز این هم نسبیه. در اون ابتکار، اون خلاقیت، اون نوآوری که یه هنرمندی از خودش ارائه میده هم باز برای رشدش، حالا دستیابی به آنچه که در آرزو داشته یا در فکر داشته و رسیدن به اون، به نسبت تلاش خودش و به نسبت نوآوری و ابتکار خودش هم مربوطه. حالا ما یک درصدی رو حمایت دولت حالا یا سیاسیش یا نظام یا هر چیزی در نظر میگیریم و یه بخش عظیمیش رو هم میذاریم بر نوآوری و ابتکار و خلاقیت اون هنرمند، حالا هر چیزی که میخواد باشه، هر اثر هنری که بخوایم فکر کنیم راجبش. و اینکه حالا تأثیراتی که من حالا میخواستم در انتهای صحبتم بگم که هنر میتونه در واقع در جامعه داشته باشه، همچون که گفتم اگر حمایت بشه اون کارآفرینی میشه، نوآوری میشه. در کشور ما صنایع دستیمون، ما صنعت توریسم میتونیم تو کشورمون داشته باشیم، اینا همه وقتی قوی باشه خب تولیدات هنری رو هم در هر زمینه بخوایم
حساب کنیم افزایش میده، اما تاثیراتش میتونه کاهش خب چشمگیر آسیبای اجتماعی باشه. در هر صورت ما میدونیم که توسط هنر و هنرمندان یک فرهنگ سازی میشه در کشور ما صورت بگیری، ارتقای فرهنگی، هرچند که الان جلوش بسته است به خاطر سانسورها و عدم آزادی بیان حتی بخوایم در نظر بگیریم، اون اتفاق هم نمیفته و حالا باعث توسعه اقتصادی هم میشه که باز هم ما از این نظر چون جلوگیری میشه این توسعه اقتصادیمون هم خوب پیش نمیره و مشکلات فرهنگی در واقع برامون به وجود میاد. پس در واقع ما باید به اون توسعه فرهنگی هم بیاندیشیم و فکر کنیم که در ادامه اون میتونیم توسعه اقتصادی و اجتماعی هم داشته باشیم. خب بسیار از دوستان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودید با ما در برگزاری این جلسه، کمک کردین، در بحث مشارکت کردین، از تک تک شما سپاسگزارم و خسته نباشید میگم. من جلسه امروز رو در ساعت 20:31 دقیقه در روز 16 ژوئن سال 2022 به پایان میرسونم و تشکر میکنم از عزیزانی که همراهی کردن ما رو در این جلسه، آقای مصطفی منیری که منشی جلسه بودن، در قسمت ضبط صدا و تدوین جناب آقای سعید پورمن و آقای محمد حسام فانی با ما همراه بودن و ادمین های محترممونم خانم مردان شعبان نژاد، خانم هستی عبداللهی عصر و خانم ستاره دژم بودن. منم سمانه بیرجندی بودم که مسئولیت این جلسه رو به عهده داشتم و از شما خداحافظی میکنم و شما را به خدا میسپارم و آرزوی ساعت خوش برای تک تک شما عزیزان دارم. تا جلسه آینده خدا نگهدار.